بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتر و شادتری در انتظار شما باشه. امروز دوشنبه 20 اوت 2018 میلادی و برابر است با 29 مرداد 1397، مردادی که از 25 تا 28 ما ایرانی ها تو سر هم میزنیم. یه سری میگیم کودتا بود، یه سری میگیم قیام ملی بود و دست بردار هم نیستیم. ولی امروز مدارکی رو گذاشتم روی فیسبوک، جالبه، گویا اینها رو آقای اردشیر زاهدی بکنم جز به همون مدارکی باشه که داد به آقای عباس میلانی و توی اون دخالت دولت آمریکا و کودتای آمریکا رو به همکاری انگلیس و لات و لوتا و شعبان بیمخ و زنای نمیدونم تنفروش و خودفروش شهرنو و اینها. و از اون جالبتر، چون صحبت از تنفروش و خودفروش که میشه، باید صحبت این دوستان در کالیفرنیا و برنامه‌های تلویزیونی هم بشه. آقای میبودی، شما که این همه سال ادعای گویندگی و مجری برنامه نشستید با این دیوانه روانی که حالا مرد، گور به گور شد رفت، و جالب اینه که اونم 28 مرداد مرد، شعبان جعفری. من سال 2004 رفتم اونجا، اینو یه مش نوچه هاش همون برنامه های ایران رو برای خودش راه انداخته، لاتبازی و یه مشتی رو دور خودش، کلا مشکی و نمیدونم کچلوار مشکی و اینها، و وقتی معرفی کردن من بهش دست ندادم. و یکی از دوستان گفت آقا بالاخره اینم پهلوان بوده. گفتم نه آقا، این پهلوان چیه؟ این پهلوان پنبه هم نبوده. هما سرشار کتابی رو سالها زحمت کشید و نشست با این بیمخ، شعبان بیمخ، که خودش میگه من بیمخ بودم، میگه معلم من به من گفته من بیمخم، و از اون روز به شعبان بیمخ معروف شده. میگه که این کتاب چاپ شد و بعد آقای میبودی هم مصاحبه کرده با آقای شعبان بیمخ، و شعبان بیمخ میگه که من اگه اینجوری نبود که من 1,000,000 تومان خرج باشگاه نمی کردم. خود میبودی به زبان خودش میگه خب پس همین الان مردم سوال میکنن این 1,000,000 تومان رو شما از کجا آوردی، چون خود شعبان بیمخ در نوشته ها و مصاحبهاش وقتی خانم هما سرشار از شون پرسه شما پول گرفتید و اینها برای این کار، میگه نه خانم، ما همیشه لخت بودیم، ما تا شلوارم نداشتیم. دوستانی که طرفدار پادشاهی هستید باشید، ما هیچ مخالفتی با شما نداریم، ولی محض رضای خدا، همون خدایی که آقا رضا بهش باور داره، همون خدایی که محمد رضا بهش باور داره، برید یکم بخونید، برید یکم این ویدیوهایی رو که آماده کردن نگاه کنید، ببینید چی بوده مملکت. بعد شعبان بیمخ حالا میخواد بگه که خیلی بیگناه هست و خودش رو با مبرا از هر گناهی، میگه آقا ما تا 2 بعد از ظهر روز 28 مرداد در زندان بودیم، فرستادن دنبالمون ما رو آزاد کردن. آقای میبودی ازش سوال کن کدوم قرمساق پوفیوزی که همین زاهدی بوده، اردشیر زاهدی و دیگران آمدن و تو رو از زندان آزاد کردن، این چه مملکتی بوده که زندانی رو میارن تو خیابون، پولم بهش میده آمریکا، برو مردم رو بزن با چوب و چما. بعد این آقا میگه شایعه درست کردن، میگن من با تانک رفتم تو خیابونا به مردم شلیک کردم. نه آقا مردک، عکسای خودتو ببین که چه کردی. بعد میگه گفتن حالا از زندان اومدی برو مادرتو ببین، گفتم نه اول برم شاه رو برگردونم به ایران. یکی بگه پوفیوز تو چه کاره مملکت بودی؟ حالا اینا رو داشته باشی. بعد توی صحبتاش خودش میگه مأموریت ما، وظیفه ما این بود که شاه رو برگردونیم، مردم رو بفرستیم خونه. باز آقای میبودی اصلا نمیپرسه مأموریت از طرف کی. حالا اون شاه دیوونه بود، میگه مأموریت برای وطنم، نمیگه من با خدا صحبت کردم، خدا با من صحبت کرده. تو مأموریت برای کی؟ اون چی بوده؟ ایجکس بوده دیگه، اون برنامه کودتا و اینا ایجکس بوده، و اینا اینقدر همشون هم ارزون خودشون رو فروختن، اون پولی که CIA آورده بوده گفته آقا اینا از همه خودفروشن، اینقدر لازم نیست، یه سری از پولا رو هم برمیگردن. در هر صورت آقا خانم، حتی CIA میگه ما کودتا کردیم.
و آمریکا خود مردمش هم، بابا برنی سندرز گفت که شما اگه نمیدونید چرا انقلاب شده برید 25 سال قبلش ببینید، 1953 با 25 میشه 1970. 25 سال پیش ما آمریکایی‌ها رفتیم دولت منتخب مردم رو پایین انداختیم. البته این اشتباهه، من نمیدونم در زمان مصدق انتخابات رئیس به اصطلاح نخست وزیر توسط مردم نمیشده. در زمان مصدق مجلس و این هم که انتخاباتی نبوده، انتصابات شاه و هویدا و نمیدونم علم و نخست وزیرای دیگه بوده، ولی کلا گذشت رفت. حالا بیاین ببینیم امروز چه خبره. آقای عزت الله انتظامی بازیگر سینما و تئاتر درگذشت، روانش شاد، یادش گرامی باد. اینایی که حالا دیگه فیلم بازی میکنن، من باورم نمیشه که شما فوت کردی. یکی از مپرس بابات زنده است؟ اگه گفت نه، بگه آخه پوفیوز، چرا بابای تو باید بمیره ولی عزت الله انتظامی باید قد نو عمر کنه؟ اونم بنده خدا خوش بود، فیلم ساخت، فیلم های خوبی ساخت، تئاتر بازی کرد، فیلم هالو، فیلم گاو، اینا عزت الله انتظامی بود. در هر صورت روان شاد، یادش گرامی باد. ما ایرانی ها بعض وقتا خیلی مته به خشخاش میذاریم. خیلی خوشحالم آقای جلیل مرتضوی روز شنبه برای من پیام گذاشته بود که کامپیوترش درست شده، ولی من متوجه نشدم، چون اگه ما بخوایم با تلفن با شما صحبت کنیم احتیاج به کامپیوتر نداره. وقتی شما خبر خوبه درست شدن کامپیوترتون رو میدید، بلافاصله بچ باید بری دنبال اسکایپ، ولی نوشته اسکایپش هنوز درست نشده و من زورم به اسکایپ نمیرسه. آقای مرتضی تو رو خدا شما مثل این تلویزیونای ال ای نباش که اگه پول آب و برق خونه شون هم نمیدن میگه جمهوری اسلامی و نمیدونم مامورای سی آی ای با هم دست یکی کردن برق ما رو قطع کردن. حالا همینجا در برقمون قطع نشه. ببین عزیز من، اسکایپ که شما رو نمیشناسه که عمدن اسکایپ شما رو قطع کنه، یه اشکالی داره. کامپیوتر جدید نیست یا کامپیوتر جدید اسکایپت قدیمیه، باید یا خودت یه مقداری وقت بذاری یا به یه کسی که وارد تکنیکی پولی بدی یا ازش خواهش کنی کمکت کنه. من میخواستم یه شنبه به شما زنگ بزنم بگم اگه میخوای برنامه‌ای هست تیم ویور، خود اسکایپ، اینا میشه وصل کنیم، ولی خب وقت شما اسکایپ نداری که ما نمیتونیم از بعد اسکایپ استفاده کنیم و کمک کنیم، که البته من پشت دست خودم رو داغ کردم که این کار انجام ندن. بهتون گفتم یه دوستی ما داشتیم میگفت کمکش میکردیم، خیلی ممنون، خدا اجرتون بده فلان اینها، که میگفتیم بابا اگر فکر میکنید خدا کاری میکنه، دفعه دیگه به جای به ما زنگ بزنید به خدا زنگ بزنید کامپیوترتون رو درست کنه. و بعد چند روز میگفت که آقای سوربی، از روزی که شما اومدی تو کامپیوتر من این کاری کردی، ایمیل دخترم میره برای پسرم، نمیدونم دخترم زنش رو طلاق داده، شوهرش طلاق داده به خاطر اون. اونجا میگم بابا من کاری نکردم با کامپیوتر شما، همونجوری که دیدی آمدیم اسکایپ رو مثلا زدیم نصب کردیم، بعدم رفتیم، بعدم به شما گفتیم قبل از اینکه ما بریم شما قطع کن از اون ور. در هر صورت بعضی وقتا آمریکایی‌ها یه چیزی دارن عوضش کردن، البته یه ضرب المثلی دارن که میگه کارهای خوب بی پاسخ نمیمونه. اینها عوضش کردن، میگن کارهای خوب بدون جواب بد نمیمونه. یعنی بابت کارهای خوبی که انجام میدی یه تنبیهی، یه پولی، یه چیزی از دست میدی. آقای سعید خان میگه که کلیپ هست که کرملین روزولت میگه، این فکر کنم نوه اون روزولت بوده یا با اون روزولت اصلی، اشتباه نکنی، روزولتی که کانال پاناما رو ساخت. سعید اینه که میگم بنویس، بنویس آدم، مثل اون آدم خودمون هست، آدم روینز اوریثینگ. این خیلی برنامه جالبیه، فکر کنم توی ترو تیوی پخش میکنن. یه آدم جوانی اومده میگه آقا کانال پاناما، اصلا این ماجرا پاناما کشور نبوده که اینا کانال براش بسازن، این زمین رو از کولومبیا غصب میکنن، یه نفر رو میذارن روش، میگن شما کشور پاناما، قرارداد میبندن، بعدم اونو اینجوری میکنن. ماجراهای دیگه میگه، میگه شما اگر میرید ماهی میخورید، هی میگید من ماهی سفید تونا فیش میخورم، این اصلا اینجوری نیست، همه اینا فلپینی چیه اون سعید شاید بلد باشه، ماهی ارزونیه، توی یونان هم یه انقدرش رو میذارن توی بشقاب بزرگ بهت میدن مثلا 13-14 یورو. میگه که اینا اینجوریه، چیزای توضیح میده راجب بانک، راجب مدرسه، اینا اسمش هست آدم
ruins everything. اسم طرف آدم هست، حالا امیدواریم آدم هم باشه. در صورت میگه کلیپ هست که کرملین روزولت میگه ما 1,000,000 دلار اون موقع سال 1953، 45 سال پیش 1,000,000 دلار گذاشتیم بودجه، فقط 60,000 دلار خرج برداشت. حالا قولت میدم 30,000-40,000 دلارش هم خود هم اونا کش رفتن، 60,000 دلار. و در همین رابطه باز روی فیسبوک ما هست که اون صورت مخارج رو نوشتن که چند به آیت الله کاشانی دادیم، چند به آیت الله بهبانی دادیم و اینها. بله، میگه من نگفتم فقط با تلفن پیام را لطفاً به، خب دیگه با فارسی ننویس آقای مرتضوی، شما که کتاب انگلیسی چاپ میکنی به ما دو تا کلمه انگلیسی یاد میدی، حالا اقلا اینجا برای من انگلیسی بنویس. مثل جناب سوربی اسکایپ من مشکلی نداره، درست شده. خب خدا رو شکر، چرا پس به من میگی زورم به اسکایپ نمیرسه؟ پس سعی کن اسکایپ ما رو وصل کنی. الان اینجا برات می‌نویسم اسکایپ ما چی هست، با اسکایپ صحبت کنیم یه حال و روحیه بهتری داره. اینو نصب کن و من با اسکایپ تماس میگیرم. اگرم نشد امروز با تلفن صحبت می‌کنیم. امیدوارم از هفته آینده بتونیم برنامه‌های شما رو یا با ویدیوهایی که از قبل ضبط شده یا از طریق اسکایپ با ویدیو اینها نشون بدیم، که اگر عکسی هم هست، چیزی هم هست، شما نشون بدید. شما یه ست کامل داشتی، من یادم، حالا این نقشه ایران پشت سرت بود، خودت می‌نشستی اونجا، ولی کلیپ نشون میدادی، ویدیو نشون میدادی، لینک نشون میدادی، مرجع و به اصطلاح ایناشو نشون میدادی. کلیپش رو برات فرستادم توی پیام شخصی. نه اتفاقا کلیپشو بذار اینجا، چرا برای من کار درست میکنی؟ کلیپشو بذار اینجا که منم بیام اینجا نگاه کنم. و پیام‌های شخصی فیسبوک رو میخوام دیگه اصلا قیدشو بزنم براتون بگم. یه چیزی خوب شد شما گفتی، من اینجا هم اینستاگرام رو نوشتم، خط بزنم که اینستاگرام دیوان خانه دیگر. آقای انصاری روز پنجشنبه وقتی برنامه داشت، خب ایشون همه رو به برادر و دوست و اینها خطاب میکنه، برای منم نشتون برادر اگه ممکنه این برنامه رو روی اینستاگرام هم پخش بود. خودم والا من تجربه تو اینستاگرام ندارم، ولی اینستاگرام یعنی یه عکس میگیری میفرسی و یه عکسایی هم میگیری میفرسی، طرف که دیدش بعد باطل میشه، یا اونم ندیده باشه باطل میشه. و فکر نمیکنم یه ساعت دو ساعت ویدیو رو بذاره، مگر اینکه لینکش رو به صورت کامنت بذاریم. گفتیم خب حالا میریم عکس کتابش رو میذاریم، لینکش رو میذاریم، چشمتون روز بعد نبینه. همچین که ما اینو واز کردیم گذاشتیم رو این، دیدیم 20,000 تا مزخرفات. گفتیم بابا نخواستیم، واقعا هممون داریم دیوونه میشیم، از اسکایپ میپریم به اینستاگرام، از اینستاگرام میپریم به تلگرام، از تلگرام میپریم به ایمو میوو میو. طرف میگه آقا شما فلان چی داری، من میخوام باهات زنگ بزنم. میگم نه آقا ندارم، اصلا نمیخوام. آقا من تلفن دارم، تکست میگیره، ایمیل دارم، آدرس چی میگم فیسبوک دارم، تماس بگیر. نمیخوای تماس نگی. درصد ممنون و متشکرم. کلیپ روش برات فرستادم، بذار اونجا لطفا. آقای خوشنودی دوستان، این که انقلاب ایران به جایی نمیرسه، خوشنودی عکسش رو گذاشته چرا به جایی نمیرسه؟ یادتونه یه احمق عقب افتادهی که دوچار این چیه میان سالی میگن شده، اینایی که اینجا میگن mid age crisis، بحران، بحران میان سالی شده به نام کامران قادری، تصادف میکنه، که الان نمیگه تصادفش هم چی بوده، نعشه بوده زده به دیوار فلان. بعد که تصادف میکنه، دکتر بهش میگه دیگه شما نمیتونی ورزش کنی. حالا این چه ورزشکاری بوده، مدالایی داشته و فلان اینا بمانه. بعد میگه فقط راه برو. وقتی میره راه میره، یه جوکی بود، گفت طرف مادرشو برد دکتر، دکتر بهش گفت این قرصا خیلی ساید افکت داره، عوارض جنبی داره، قرصا رو کم کنین، مادرتون روزی 3 کیلومتر راه بره. گفت باش. به مادرش گفت مادر جون روزی 3 کیلومتر راه بره. هفته دیگه دکتره رو توی مهمونی دید، گفت مادرت حالش بهتر شده. گفت والا از هفته قبل که شما گفتی رفته دیگه، ما ازش خبر نداریم، حالا خدا میدونیم زرغونه، مردشته، همینجوری رفته. این مردکه الاغ دیوانه معتاد شیشه ای، نمیدونم کریستالی، حشیشی،
وقتی میره راه میفته، تنها راه میره، تنها با خودش فکر میکنه، میگه چقدر خوبه من بلند شم از سوئد برم. دوستان نگید پشم برم خارج، اونجا شنیدم سوشال پول مفت میده. این پول مفت بیچارتون میکنه. یکی از چیزایی که من از داداشام باید ممنون باشم اینه که وقتی گفتم آقا بیام اونجا چیکار، آلمان داره بهمون پول میده، بچه همون بچه برن خوب شهریه میده، اصلا اینجا بابت بچه پول میدن، خدا میدونه اگه اونجا مونده بود شاید ما 8 بچه درست کرده بودیم. گفت اونجا چیه گداخونن، بلند شو بیا اینجا، اینجا باید کار کنی تا پول در بیاری. البته خب این برم همش کار کار کار. خب این آقا نون مفت زده زیر دلش، بلند شده راه افتاده، بعد تصمیم گرفته به قول خوشنودی مینیسته با یک کالسکه راه افتاده بره ایران آزاد کنه. البته خودش بدبخت عقب افتاده، چند مدت هی گو آقا من رهبر نیستم، من نمیخوام آزاد کنم، ولی اون بنگیایی که تو رخت خواب خوابیده بودن بهش زنگ میزنن، همشون نگاه کنید تو رخت خواب خوابیدن، علیل ذلیل بدبخت بیکار، هی بهش گفتن نه رهبر فقط کامران جون. حالا عکساشو بذارید رو صفحه خوشنودی ببینم میتونم پیداش کنم. خوشنودی مجید عکساشو بهتون نشون بدم دوستان. خب اولا این مجید وقتی یه چیزایی میگه، مجید تبلیغ مجانی برات کردیم، تلویزیون مردم رو حمایت کن. البته بنده خدا مجیدم با زن و بچه اینجا مشکل کار میکنه، سخت کار میکنه تا بتونه زندگیشو بگذرونه، ولی خوبه سخت کار کردن، ما بهت افتخار میکنیم. خب ببینید این صفحه چیزه مجید خوشنودی، بعد مجید دو تا پیج داره، یکی نوشته خوشنودی مجید، یکی نوشته مجید خوشنودی. اون بود میگه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، یه چیز دیگه هم بود یا علی فلان یا علی فلان یه چیزی. بله ببینید چی نوشته. نوشته این مردک مزخرف، بذارید براتون بزرگترش کنم. و من چقدر خوب شد اولین مصاحبه‌ای که با این کردم گفتم آقا برو دنبال کار، تو دیوانه ای، این مردک مزخرف مفنگی بنگی معتاد همون هست که مثل قاطر چندین بار میگه پیاده راه افتادم تا بره برای شاسکول مشنگ ها. این شاسکول بر وزن همون چیز خله دیگه، با اون گاری دستیش ایران رو آزاد کنه. اسم حرکتش رو هم گذاشته بود سفر عشق. واقعا چه عشقی میکنه، بیاین ببینید مواد و جندبازی و پول مفت. ویدیویش هست که خودش میگه رفت اونجا، نمیدونم ترکیه بوده کجا بوده، اون خانم طرفدار فرح میبرتش خونه و چند تا زن دیگر هم برش میاره و نمیدونم این اونو بزنه اون بکنه و نمیدونم اونو بخوره، از این چیزا بوده، پارتی های آنچنانی. بعدم این اومد گفت آقا من خبر نداشتم، نگو که اونجا جنده خونه بوده. خب طرفدارانش حزب اسکولیسم ایران اسکولیسم ایران رو تشکیل میدن و براش پول هم میفرستن، بعدم میخوان رژیم آخوندی سرنگون بشه. چقدر هم وضعش خرابه، بنگ و ماریجوانا رو سیگاری هم نمیکشه، هر جا میره دستگاهای چلمی که میبینید رو را میندازه و این دستگاه موادکشی چلی چیه این آهنگی بود شهرام میخوند چلی پوم چیه این، مثل مخزن قلیونه اما بدون آب عمل میکنه، 10 برابر دود سیگار رو جمع میکنه و طرف هورت میکشه به جای به جا میکشه بالا. و معمولا کسانی که اعتیاد شدید و سنگین به مواد دارن ازش استفاده میکنن و در اصل مواد کشیدن نیست، اماله کردنه و یک آماتور یا یک بنگی و معتاد ساده نمیتونه یه پک هم نمیتونه با این بکشه. یعنی این باید خیلی طرف کار زحمت کشیده باشه، چندین کشور رفته باشه تا بتونه اینجوری بشینه و این مواد رو بکشه. اگه این عکسارم بزرگتر داری و تک تک داری بذار و بفرست، در صورت اینم ممنون. بله میگه که اینستاگرام پخش زنده داره، اینستا 24 ساعت هم بیشتر نگر نمیداره، لایو استریم هم نداره، فقط با دوربین موبایل میشه ویدیوی بیش از 1 دقیقه هم نمیشه گذاشت، مگه 10 پارت 1 دقیقه بشه؟ نه آقا نخواستیم، خیلی ممنون. سعیدم لطف کرد اون ویدیو رو گذاشت، میگه دقیقه 4 دقیقه و 24 ثانیه کرملین روزولت رو میبینی که داره درباره اون صحبت میکنه. ممنونم از شما دوستان که شما هم به عنوان تهیه کننده های این برنامه با من همراه بودید و هستید.
و اما از آقای انتظامی که بگذاریم، بریم سراغ دوستانی که زنده هستن، قدرشون رو بدونیم، تشکر کنیم. یکی از این دوستا آقای مصطفی زاده است. آقای مصطفی زاده چه وقتی خودشون اینجا برنامه داشتن، چه وقتی آقای افشارها برنامه داشت، چه وقتی آقای اجلالی برنامه داشت، چندین بار این مسائل رو ما تو تلویزیون گفتیم که اگر یک کسی میاد اینجا مثل آقای افشارها میگه آقا من میخوام با تلفن مردم با هم تماس بگیرم، به هیچ کم اجبار نمیکنم، دوست داشتن تماس بگیرم، دوست نداشتن تماس نمیگیرم. یکی میاد میگه من فقط میخوام با فیسبوک با من تماس بگیرم، یکی میاد میگه من فقط با ایمیل، یکی میاد میگه من فقط با تکست. حالا بعضی وقتا یه نفر که برنامه شروع میکنه مثل آقای امیر حسین لادن که وبسایت داره، فیسبوک داره، آدرس ایمیل داره و اینها، ما بعضی وقتا حقیقتا گیج میشیم کدوم یک از اینا دوستان باهاش تماس بگیرن. اولا میخواد ایشون تماس بگیره یا نه؟ بذارید براتون یه چیزی رو بگم. آقای مصطفی زاده، یه وقتی من با آقای لادن گفتم فلانی میخواد من با شما و من توی برنامه مناظره کنه، که آقا من با بعضی ها اصلا صحبت نمی کنم. هیچ اشکالی نداره دوستان. این آقای دکتر مصطفی هروی وقتی یه بار با یکی صحبت میکرد، دفعه دیگه طرف اگه زنگ بزد بخواست باهاش صحبت کنه، میگم من با شما صحبت نمی کنم، شما یه رده بالای هستین، من یه رده پایینم، یا من یه رده بالای هستم، اون رده پایینه، هرچی. به هر دلیلی هر کسی میتونه با یک کسی صحبت نکنه. آقا ما دیگه از زن و شوهر نزدیکتر که نداریم، از فامیل که نزدیکتر نداریم. گاهی اوقات دو تا برادر تصمیم میگیرن با هم صحبت نکنن، گاهی اوقات زن و شوهر تصمیم میگیرن با هم صحبت نکنن. بعد شما انتظار نداشته باشید که چون سربی خیلی زود جواب میده، رو فیسبوک بنویسی جوابت میده، روی ایمیل بنویسی جوابت میده، پیام بذارید جواب میده، دیگران هم همین سرعت عمل رو داشته باشن. بعضیا هستن ممکنه به خودش گفته باشه من هفته یک بار میام نامه ها رو چک میکنم. ما صندوق پستیمون اینجا، بعضیا صندوق پستیشون باید یادم آقای شبخیز، آقای شبستری از ویرجینیا باید بیاد دالاس ایرپورت مثلا باکسش رو چک کنه، چون صندوق پستیش تو واشنگتن. خب ممکنه هفته یه بار که میره آفیس اونجا بره چی کنه. و اینجوریه، روز اول اگه یه کسی ایمیل میفرسته به دلیلی که ایمیل فلانی رو نداره، من احترام میذارم به ایشون و احترام میذارم به اون طرف، ایمیل این رو برای اون میفرستم. حالا اون برای که به من احترام بذاره، بگی به دوست شما احترام گذاشتم، یه ایمیل هم جواب میده. ولی قرار نیست من این وسط، یعنی شما مثل این که از این زمین با اون زمین دارین والیبال بازی میکنین، من این وسط وایسادم این توپ والیبال هی تو سر من میخوره. شما 15 تا ایمیل مینویسید، ایشون هم 15 تا ایمیل جواب میده، من اینجا 30 تا ایمیل میگیرم. و یادتون باشه این بین دو تا از دوستای منه، 20,000 تا اینجا هستن. بعد شما گفتید که ایشون جواب نداده، من رفتم توی سایتش نوشتم. من باز هم از شما پرسیدم سایت وبسایت، شما گفتید بله، و رفتم تو وبسایت ایشون، جایی که مردم بتونن چیزی بنویسن نیست. ناگفته نماند، بعضی وبسایت ها یه جوریه که یک چیزی که میذارن شما میتونید اونجا کامنت بنویسید. ولی بذارید من با هم الان نشونتون بدم ببینم شما واقعا اصلا ممکنه وبسایت اندیشکده.net، این دفعه اندیشکده ننویسم، اندیشکده.net، من بهتون نشون بدم، شما به من بگید کجا رو وبسایت ایشون شما چیزی رو نوشتید یا پست کردید. ولی یادتون باشه باز هم میرسیم به اونجایی که آقا شاید ایشون نخواد پاسخ بده، هیچ اجباری نیست. اینجا شما حتی وقتی متهم میشی به یه جرمی، میبرنه تو دادگاه، حالا به غیر از اون که پلیس باید بهت بگه شما میتونی ساکت باشی، هیچی نگی، چون هر چی بگی ممکنه بر علیهت ازش استفاده بشه، تو دادگاه شما رو دیدن با چاقو بالای سر سربی وایسادی کشتیش، ولی دادستان میاد برای که هیئت جوری بفهمه میگه شما سربی رو کشتی، شما میگی من I take fifth، یعنی من طبق اون متمم قانون اساسی پنجم، طبق متمم پنجم قانون اساسی
من سکوت اختیار میکنم. خب اگر کسی سکوت اختیار کرد، شما من گفتی بهش بگو جواب بده، یعنی شما منو عجیر کردی برم شکنجهش بدم جواب بده. در صورت آقا دوست داره جواب میده، دوست نداره شما میتونید یه ویدیویی بیای بگی که من اینجا که مثل خود من دیدید خوندم، گفتم آقا شما اون دفعه گفتید کتاب، ما صحبت کردیم، شما گفتید اشتباه بوده برای دیگران هم فرستادید، این دفعه میگید یک درختی به این بزرگی. البته این دفعه من اشتباه کردم، من باهات صبر میکردم، این کتابا رو تا آخر میخوندم. کتابم اینه دوستان، خدا سالاری و درماندگی، این رو آقای امیر حسین لادن نوشته. ولی من حالا میخوام از شما سوال کنم، وبسایت آقای لادن و دوستانشون اینجا کجاست که شما میتونید چیزی نوشته باشید؟ ببینید دوستان، کامرای دو، این صفحه وبسایت اندیشکده، اینم یه تبلیغ مجانی برای اندیشکده که اگه یه وقت جای دیگه رفتی عکس دیگه دیدید اشتباهه. و یادتون باشه وقتی اینو باز میکنید این بالا نوشته EN یعنی انگلیش، ولی این پایین نوشته فارسی، شما روی فارسی اگه کلیک کنید وبسایت به فارسی میشه. من ببینم اینجا شما میگید نوشتید، منظورتون در اون قسمتی که تماس میگیرید یا چی؟ ببینید اینجاها من کانتکت نمیبینم، چیزی کانتکت و اینها هدف و تماس بر ما، شاید شما اینجا نوشتید در قسمت تماس با ما. تماس با ما هم وقتی شما می‌نویسید این مثل یک ایمیلیه که از این طریق فرستاده میشه، یعنی من دیگه لزوماً یا دیگران نوشته های شما رو نمیتونیم ببینیم. ببینید مثل کامنت نیست، شما می‌نویسید میفرستید. در صورت آقای لادن من یک ایمیلم بعدم براتون میفرستم، شاید فرستادم اون ایمیل آقای مصطفی زاده رو که، و آقای مصطفی زاده من فقط به شما نیستم، شما تنها نیستید، باور کنید روز و شب من اینجا نمیخوام بگم هزار تا، ولی 50 تایی میگیرم. آقا طرف دنبال آقای قائم مقامی میگرده برای من ایمیل فرستاده، آقا میخوام با آقای قائم مقامی صحبت کنم، ایمیل شما رو پیدا کردم، شما میتونید با آقای قائم مقامی بگید با من تماس بگیره یا ایمیل اونو به من بدید؟ برای سعید فرستادم، گفتم تو رو خدا نگاه کن این دوست هنرمنده، خواننده مملکت ما. آقا مگه من نامرسون شما هستم؟ مگه من رئیس دفترتم، منشیتم؟ این روزا دیگه نمیگن منشی و اینها، میگن چی؟ چی اسوشیت، یعنی یک مقام بالا. در هر صورت اینم از این. خب این زیر اون چیزی که خوشنودی گذاشته بعضی ها نوشتن که نوش جون، آدمای احمق حقشونه که ازشون سواری بگیرن، یعنی کسایی که به این کامران قادری کمک کردن و پول دادن و اینها حقشونه که اینم بره این برور بشینه این مواد رو بکشه. خانم حوریه قرداغی میگه که ای خاک بر سر بیشرفهایی که گول آدمهای مفتخور را میخورن، بعضی ها هم احمقوار حمایتش میکنن. وقتی من به رضا زرابی ابله هرچی که یکی از حامیان و مبلغان اون بیشرف بود گفتم اگر کامران ایران نرفت اسمم را عوض میکنم، که گذاشت کوروش زرابی، در اصل اسم اون بدبخت را هم حقیر کرد، چرا که در باخت شرط چیز حقیرتری را انتخاب میکنن. اینم ماجرای آره جالبه، اینم آقای رضا زرابی اسمش رو گذاشت. این مثل این بود که من به بعضی از دوستان میگم که من حاضرم با شما شرط ببندم، اگه من باختم شما برای من ساندویچ میخری، اگه من بردم شما برای من ساندویچ آبجو میخری. آقای رضا زرابی هم یه همچین شرط بندی کرد که اگر این رفت اسمش عوض میکنه، بعد به جایی که اسمش بذاره نقی تقی گذاشته کوروش زرابی. اب نداره، ما هممون یه جورایی مغزمون سه کار میکنه، ولی در رابطه با مغزمون سه کار میکنه و اینا دیگه نوبرشن، این کامران قادری ناجی عقب افتاده ها و دیگه الان نمیگم اسامی کیا و اینها هم باهاش بودن. و صحبت از اندیشکده شده، اجازه بدید من یک ویدیویی رو که این دوستان امروز فرستادن به شما یه مقدارشون نشون بدم. این رسم تو آمریکا بهش میگن پلاک کردیم، پلاک کردیم، شما وقتی دو شاخه چیزی رو میزنید تو برق بهش میگن پلاک، تو ایران هم بهش میگفتن پلاک، جالبه اون پلاک برق اونجا. و به این صورته که مثلا فیلمی رو اینها تا
تهیه کردن به نام دخالت و نفوذ بیگانگان 25 دقیقه است، 24 دقیقه و 36 ثانیه است. ما اینو تو برنامه خودمون نشون نمیدیم به دلیل اینکه اگه نشون بدیم یوتیوب، چون اینا گذاشتن روی یوتیوب، بعد یوتیوب یقه ما رو میگیره نمیذاره ویدیوی خودمون رو بذاریم. ولی من اینو روی صفحه خودشون توی یوتیوب به شما نشون میدم که شما با صفحه این دوستان در یوتیوب هم آشنا بشید. ضمناً به این دوستان پیشنهاد میکنم اگر امکان داره شما یوتیوبتون رو اینا رو هم همش سعی کنید یک اسم باشه. اگه اینجا گذاشتید اندیشکده فاوندیشن، یعنی بنیاد اندیشکده، این رو به فارسی هم بنویسید بنیاد اندیشکده، روی صفحه فیسبوک هم بنویسید بنیاد اندیشکده، و توی صفحه فیسبوک به شما اجازه میده هم فارسی بنویسی هم انگلیسی بنویسی، هم بنویسی اندیشکده فاوندیشن هم بنویسی بنیاد اندیشکده. این فیلم رو درست کردن، با هم یکی دو دقیقش رو ببینیم. سلسله پهلوی، دخالت و نفوذ بیگانگان. ببینم صداش هم بازه. بله. برگی از تاریخ. چرا نمیتوان با تاریخ بیگانه بود؟ چرا نباید دیروز را نادیده گرفت؟ نقش تاریخ و گذشته در زندگی امروزمان چیست و چگونه است؟ آنچه امروز میدانیم و میاندیشیم همراه با رفتار و کردار و گفتارمان و آنچه میخوریم و مینوشیم و میپوشیم و چگونه زندگی میکنیم، همه و همه ریشه در تاریخ و در دیروزمان دارد. بنابراین بدون تجربه دیروز و آموخته ها و اندوخته های گذشته، امروز مانند حیوانات وحشی در کوه و بیابان و جنگل بدون دانش و بینش، لخت و بیپناه و سرگردان می بودیم. بسیار جالب. این برای اونایی که هی میگن اصلاح طلب اصلاح طلب، میگن بعضی وقتا یه حرکتی میاد یه اسمی رو بد میکنه. دوستان، همه ما اصلاح طلب هستیم. شما اگه اصلاح طلب نبودی هنوز داشتی پیکان رانندگی میکردی. حالا اون بیچاره هم که پیکان رانندگی میکنن میگن والا ما اصلاح طلبیم ولی نمیتونیم بیشتر از پیکان برونیم. اگه اصلاح طلب نبودی هنوز تو غار زندگی میکردی، هنوز با پای برهنه راه میرفتی، هنوز نمیدونم موتو نمیدونم اینا جولیده و اینها مثل خواننده هایی که میشناسین زندگی میکردی. حالا اگر اصلاح طلبای هستن که حقیقتا اصحال طلب هستن، میخوان دولت ها رو نگه دارن، میخوان دیکتاتور ها رو نگه دارن، شما باید بگی آقا من کاری به اونا ندارم، من در زندگی آدم ریفورمیستی هستم، هر روز دنبال چیزای بهترم میشه اصلاح طلب. این ویدیو رو من در فیسبوک قرار میدم، در تلویزیون مردم پخش میکنم. دلیلی که ما بیشتر از یکی دو دقیقه ویدیوهای دیگران رو در برنامه خودمون پخش نمیکنیم، همینقدر هم که پخش میکنیم یوتیوب یقمونو میگیره، میگه آقا شما آمدی کپی رایت. برای که بعضی از این دوستان نیومدن اینا رو آزاد بذارن که هر کسی میخواد ورداره استفاده کن. اگه تازه این کارم بکنن، من نمیتونم تو برنامه خودم بیام 20 دقیقه برنامه یه نفر دیگر رو پخش کنم، الا که قرار قبلی بذاریم یه ساعتی رو معین کنیم، مثل ساعت مثلا جمعه ساعت 3 بعد از ظهر که با آقای لادن هستیم، مثلا یه هفته بگن به جای برنامه من اینو پخش کنید، چون این شرایط وضعی که تو ایران هست و بعضیا فکر میکنن که با آویزون بشن به ترامپ. ترامپ تا اینجا تو لجن فرو رفته، وکیل وایت هاوس، نه وکیل شخصی خودش، وکیل وایت هاوس الان داره با اون بازپرس مخصوص یا بازرس ویژه داره همکاری میکنه، نه همکاری میکنه، داره جواب پس میده. اون خانم خیلی جالبه، من چون تو آلمان بودم این کلمه اوما یا مادر بزرگ رو میدونم، اوما هست اینجا میخوننش آما، اینجا او را آ میگن، آ را ای میگن، ما رو گیج کردن، تی رو دی میگن، دی رو تی میگن، هر وقت گفتی واتر میگن وات، هر وقت گفتی وادر میگن او وادر. درست خانم اوما روسا، حالا فامیلیش هم بماند، تنها سیاه‌پوستی که با ترامپ بود و خدا میدونه اینم به دلایل اینکه میخواست معروف بشه، دید اینم
به سوار کشتی اینها شد و اینها، بعدم جدا شد. وقتی جدا شد خانواده ترامپ همشون فاسده. حتی این عروسش بچه اون دراکولا، دیدید عکس پسرشو مثل دراکولاست، زن اون دراکولا، وقتی این آمده بیرون، اونایی که $10 $100 $1000 دادید به ترامپ و افتخار میکنید، ببینید پولای شما رو چجوری حروم کردن. $130,000 داده به اون زنه که نمیدونم فلانش فلان کرده، پول داده به اون که فلانش فلان کرده، چیزایی هست که هنوز ما نمیدونیم. خانم زنگ میزنه به این خانم اومار روزا که ببین حالا شما از وایت هاوس کردنت بیرون لبتو ببند، حرف نزن، اونجا چند بهت حقوق میدادن؟ ما نگاه کردیم $179,000 بهت حقوق میدادن. ما میای ما $15,000 بهت حقوق میدیم، بلدم نیست 12 رو ضرب در 15 کنه، بگه 10 تا 15 150 تا، 2 تا 15 30 تا، 30 تا 150 تا، 180 تا. ماشین حسابش میاره تق تق تق، میگه میشه $180,000 ما بهت میدیم که شما وایسا برای سال 2020 جز فعالیت کاری هم نمیخواد بکنی، ما فقط پول میدیم. یعنی اینا جرمای دولتی شدید بزرگ مرتکب شدن، چون عملکردشون عملکرد مافیاییه، کراپشن، فساد، همون چیزی که تو ایران هست. پول بدوز برو، اونجا که رفتی دیگه فراموشت میکنن، نمیدونم رئیس بانک بابات باشه، شما رئیس قوه قضاییه بابات باشه، فلان و فلان اینها. یعنی درست این همون حکومت فاسد ایران ترامپ اینجا را انداخته. و وای بر اونایی که نشستن، خانم هما سرشار، آقای بیژن خلیلی و دیگران، دختر این عقب افتاده، یعنی حالا عقب افتادگی چیزم ثابت شد، چون اون بگید دکتر منوچهر گنجی، دخترش رکسانا و اینا نشستن که اینا بیان برن حکومت رو بندازن، بعدم کلیدو بدن دست اینا. پولا رو دارن اینجوری مصرف میکنن، خودشون مکافات گیر افتادن. امروز صبح تازه گفت حالا این خانم عمر رسا کتاب نوشته، 200 نوار صوتی ضبط کرده، یکی یکی هر روز پخش میکنه که هر روز بیاد تو تلویزیون. اینا به جای خود، خانم تا کردنش بیرون رفته زنگ زده به اون آقای مولر، همون بازرس مخصوصی که دمش گرم، یک کلمه یا یک صفحه کاغذ تا حالا از اینها درز نکرده بیرون، و این یه چیز بی سابقه ای هست. حالا امیدواریم آخرش یقه اینو بگیره، خسته نشه بره دنبال کارش. خب با اونا داره همکاری میکنه، یعنی به زودی گفته های این خانم رو با اون مولر هم میاد بیرون، شاهد باشید ببینید. امیدواریم زودتر این کار انجام بدن تا روی انتخابات 2018، انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذاره، بلکه این دموکراتای تنبل و بیحال و اینا هم فاسدن، بلکه اینا یه تکونی بخورن و یک جریانی در آمریکا در این سیاستی که الان ترامپ هم سایه شومش روی وایت هاوس، هم حزب ریپابلیک یا جمهوری خواه رو تبدیل کرده به حزب ترامپ، و دموکرات ها هم که هیچ نه هاوس رو دارن، نه خانه نمایندگان رو دارن، نه سنا رو دارن، هیچی. خلاصه خیلی قاطیه. و دیروز هم جان بولتون احمق، این کسی که از قدیم دنبال این بوده که جنگ کنه، حالا هم که دیگه مجاهدین هر روز چلو کباب بهش میدن و پول بهش میدن و احتمالا خانم براش میبرن، این میگه که ایران و چین و کره شمالی و یک کلمه از روسیه اینا حرف نمیزنن، یک کلمه از روسیه حرف نمیزنن. ولی برید فیلم بیلما رو نگاه کنید، اون احمقی که من میگه آقای شوربی این رئیس جمهور ماست، بهش توهین نکنید، بیلمار میگه این مردک اصلا خائنه، تریدر. برید ببینید، مال جمعه همین هفته، بیل ماهر بنویسید، BILL MAHER، و صحبتاش جالبه، مصاحبه‌ای که میکنه با افراد جالبه. همین ترامپ شارلاتان یه بار رفته بیلمار رو سو کرده بود برای $5 میلیون. در رابطه با سو کردن، شما حتما جوکای و مختلف یا داستانای حقیقی شنیدید که یه فولکس واگنی رفت از یه مترو رد بشه، میله این مترو رفت توی شکم خانما و از پشتش آمد بیرون و اینها، و مثلا سو کردن $230 میلیون پول گرفتن. اینو من یادم 40-50 سال پیش، طرف اصلا عکس فولکس واگن هم نشون میده. تازگی یه آقایی که توی شهری هست که مواد
شیمیایی درست میکنن اون کارخونه برای تمیز کردن خونه و اینها، این متوجه میشه که هی مریضی های نو به نو میگیره، دکتر فلان اینها با ماسک زندگی میکنه و اینها، بعد میفهمن که این چون نزدیک این شرکت هست خونش و اینها، خلاصه میره دنبال اون شرکت و یه سری هم وکیل هستن که از خداشونه، تو بری دنبال یه هدف بزرگ، یه شرکت بزرگ. اینا آمدن و رفتن و سو کردن اینها. دیروز یا پریروز گفت 289 میلیون دلار به این آقایی داده که تا چند وقت دیگه داره میمیره. خیلی ها گفتن بابا ببین آمریکا چقدر خوبه، گفتم نه بابا، اگه به این 10 میلیون 15 میلیون میداد بهتر بود، اون شرکت هم میداد 15 میلیون و 10 میلیون، این بدبخت هم میرفت یک انجمنی باز میکرد، یه پولی میذاشت برای این پسرش، یه پولی میذاشت برای اون پسرش برن دانشگاه، بچه‌هاش کوچیک یعنی 10 12 ساله هستن. وقتی 289 میلیون به این میده، اون شرکته که نمیاد ول کنه، که اون شرکت 1 میلیون هم شده خرج میکنه، اپیل میکنه، فرجام میکنه، نمیدونم اپیلش اگه جواب نداد میبرش به دادگاه بالاتر، به دادگاه سوپریم کورت و فلان اینها. خلاصه بعد میبینی این مرد، وقتی هم مرد شاکی مرده باشه دیگه پولی نمیدن، میشن ماجرای بیچارهایی که تو ایران مردن، نفری 10,000 دلار قرار بود بدن مثل که اونم ندادن، نفری یک بره و بزغاله میدن. و اینم از این ماجرا. و اما ماجرای ترکیه، جنگ خصوصی و شخصی ترامپ هست با اردوغان. اردوغان به مردم گفته که بیارید دلارات و طلاتون و اینا رو بدید و لیر بگیرید تا ما به میلان نشون بدیم که ما چه ملتی هستیم. گویا مردم هم تو صف وایسادن این کار رو انجام بدن. از این مهمتر قطر نمیدونم 22 بیلیون 12 بیلیون، یکی گوگل کنه برای من بفرسته، پول داده به اردوغان، کمکش کرده که از این وضع فعلا نجات پیدا کنه. یادتون باشه قطر همونه که این داماد شارلاتان ترامپ پول بدهکار بود بهشون، و اینا قبل از اینکه برن عربستان بهش گفتن آقا این پول را بی خیال، ما حالا دیگهش دادیم رئیس جمهور اینا. قطر هم گفت نه آقا بدهکاری باید پول بدی. رفتن عربستان، پدر صاحب بچه رو در آوردن، گفتن اصلا این قطر تروریسته، این نمیدونم وهابیون و فلان، نه همشون گل، همشون تو بهشتن. و قطر رو به خاک سیاه نشوندن، جوری که هواپیماش باید میمد از ایران دور میزد، جوری که وسایل باید از ایران برش میفرستدن و الی آخر. بعد البته میست که قطر گو آقا یه سری پول اینو میبخشیم و اینها، روابط یه مقداری حسنه شده، خیلی دنبال نمیکنم چون اونا هم یک کثافتی هن، دست کمی از اون عربستان و اینها نداره. ولی اون حالا اومده پول داده به اردوغان که به اصطلاح بتونه از این مهلکه جون سالم به در ببره تا ببینیم تا کی. و اما یک ویدیویی را ما نشون دادیم، چرا در اعتراضات مردم در ایران خبری از گروه رجوی نیست. شما میدونید چرا؟ در رابطه با کره شمالی صحبت کردیم، امروز نشون میداد که 4 تا اتوبوس نزدیک به 100 نفر گویا دیدار خانواده های کره جنوبی و شمالی پس از چندین دهه. اینم از این، اینجا یادداشت کرده بودم راجع به اینستاگرام و راجع به آقای مصطفی زاده. و تشکری هم کنیم از آقای دکتر افشارها که جویای حال ما شده بود، ممنون و متشکرم. و اما درباره حال احوال الحمدلله بد نیستم، خوبم. و پتی که مینیسته آقا نگران نباش، بادمجون بد آفت نداره. فکر کنم بادمجون بم هست آفت نداره، یعنی انقدر بادمجون خوبی هست که با تمام سختی اون بم، و بم بغل کبیره دیگه، خورما داره، میتونه دوام بیاره و به اصطلاح آفت نزنه فکر کنم. ولی بعض چیزا رو ما غلط میگیم و شده غلط مصطلح، میگن بادمجون بد آفت نداره. بذارید ببینم اینجا براتون چی گذاشتم. این سلسله پهلوی، دخالت و نفوذ بیگانگان. این دوستمون گفت که تماس گرفته با دفتر فرع پهلوی سالها پیش، گفته خب شما که اینقدر پول دارین یک مدرسه های تو شهرهای مختلف برای بچه های ایرانی باز کنید که اینا فارسی یاد بگیرن. گفت یه مدت که جواب ندادن، بعد یه مدت هم تازه اون آقای آتابای که دفترشون کار میکرد تلفن زده که هیچ مدرکی هم نباشه، نامه ای هم نوشته نشده، گفته ما پول نداریم. کسی که میاد میشینه با کامبیز حسینی میگه سال 1357 که این آقا 16 سال 17 سالش بوده 62 میلیون دلار پول داشته، شما چند داشتید سال 1357؟
والا من اگه کار نگرفته بودم ممکن بود هوملس میشدم. سال 1357 تو اون بحبویه انقلاب شما چند پول داشتی؟ که این آرزا 62 میلیون. تازه دروغ میگه آقای انصاری، میگه این دروغ میگه، این یه قلمش بوده. بله آقای خوشنودی هم میگه ما هم شنیدیم بادمجون بم آفت نداره. مرسی. سلسله پهلوی، دخالت و نفوذ بیگانگان. اینم از این ماجرا. و اما ببرمتون توی فایل یا پوشه برنامه‌های زنده برای امروز. شروع میکنیم با آقای هوشنگ آریانپور که یک نامه ای رو از آقای کوروش زعیم. آقای کوروش زعیم یه مصاحبه کرده با حسن دهباشی یا حسین دهباشی که ما نفهمیدیم، اینو ما معرفی کردن به نام حسن دهباشی. بعد گویا با پاسپورت برادرش و ویزای برادرش اومده بوده اینجا، FBI گرفت و بیرونش کرد، بعد فهمیدیم حسین دهباشیه. یا اینم مثل حسن فریدون و حسین فریدون و حسن روحانی و اینا وقتی میرن خارج یه اسمی در خارج دارن یه اسمی در داخل. میگه کوروش زعیم در سال 1318 خورشیدی در کاشان به دنیا آمد. مادر بزرگ وی نواده ملا احمد نراقی و محسن فیض کاشانی بود. او عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. حالا این جبهه ملی هم من نمیفهمم، عضو شورای مرکزی دارن، شورای برون مرکزی دارن، حالا دیگه یه چیزی نوشته بود شورای نخبگان جمهوری این جبهه ملی. گفتم آقا این جبهه ملی مثل یه مورچه میمونه، مورچه خودش چیه که کل پاچش چی باشه؟ چرا به خودتون دروغ میگید؟ همین آقای زعیم که من یکی یا دو بار باهاش مصاحبه کردم، تو همین مصاحبه با آقای دهباشی میگی که نمیدونم پدر بزرگ من یا پدر من در مجلس اینجوری بود و وقتی رضا شاه میاد بهش میگه کلات وردار، این خونه مردمه. بعد اون میگه که آقا این سند داره، میدونید که تمام چیزای مجلس نوشته میشه، اصلا صورت جلسه میشه. میگه نه یه جای خوندم. میگه خب کجا خوندی؟ میگه یادم نیست، یه کسی بهم گفته. میگه خب کی گفته؟ میگه نمیدونم. اینایی که یه سری برای خودشون داستان میبافن، بر اساس اون داستان خودشون برای خودشون یه شخصیتی درست میکنن، به اینجا میرسیم که کوروش زعیم هم افتخارش بزرگترینش مثل آقای امیر انتظام، هی رفته زندان هی آزاد شده، هی رفته زندان هی آزاد شده، هی اومده بیرون دیدی یه نفر دیگه مرده، گفته خوب شد من زندان بودم و الهال نوبت من بود بمیرم. صحبت از مردن که شد، شنیدم آقای روحانی رو تهدید به مرگ کردن و یه آخوندی گفته نه میتونین راهپیمایی کنید، اعتراض کنید، ولی رئیس جمهور رو نباید تهدید به مرگ کنید. راست میگن. همین آمریکا هم که اینقدر آزاده، اگه شما امروز تهدید به مرگ کنید فردا صبح میان در خونتون یقتون رو میگیرن. بله میگن که آثار متعددی از کوروش زعیم در زمینه‌های علمی مثل خودآموز ساختمان، کتاب دستی ریاضیات، راهبرد زندمانی، زیست انرژی و تاریخی از جمله بزرگان کاشان، امپراتوری شوروی به کجا می رود و تاریخچه جبهه ملی از پیدایش تا کودتای 28 مرداد انتشار یافته است. چندین اثر ادبی نیز از جمله آزادی و مسئولیت روشنفکران نوشته کارل پور توسط او ترجمه شده است. کوروش زعیم با تأسیس کانون اندیشه و سخن و با پژوهش در زمینه‌های اقتصادی کشاورزی صنعتی به عنوان یک پژوهشگر نیز فعالیت کرده است. او بارها توسط مأمورین جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی زندانی شده است. یعنی شما همین آخری رو بگی این افتخار بزرگیه، باقیشو ول کن. لینک ها و اینم سلسله پهلوی، اینو من نگه دارم فعلا، بعد از برنامه باید به اصطلاح بذارم روی MTV پلیلیست. و اما همشهری ما حسن آقا یه لینکی فرستاده، نوشته سپاه پاسداران در تجمع قم، سپاه پاسداران گفته در تجمع قم دخالت نداشتیم. حالا این شما داشته باش، فکر کنم از BBC هم هست. و یک بار دیگه ضمن تشکر از ایشون ازش خواهش میکنم فقط خبرهایی رو برای من بفرست که تا آخرش خوندی یکی دو کلمم راجع بهش بنویس. همینجوری هر به اصطلاح لینکی دست اومد برای من نفرست. این بخش فارسی قسمت اخباره. کجاست؟
فارسی بی بی سی میگه که بله آقای همون حسن خزائی میگه 15 میلیارد دلار قرار کمک کنه یا کرده، اگه کرده دیگه قرار نیست. آن قطر، ببخشید شما نوشته قطر، قطر هم آخه با انگلیسی می‌نویسن قطر، ما وقت شما می‌نویسید قطر فکر کنم نوشتین قرار. 15 میلیون دلار قطر کمک کرده و روسیه به ترکیه کمک کرده. این ترامپ احمق این وسط باید بفهمه چه خبره. تو با روسیه اگه هستی، خب روسیه با سوریه هست، روسیه با ایرانه، روسیه با ترکیه هست، تکلیفتون رو معلوم کنید. و اما اینجا نوشته که به دنبال توضیح خواستن یکی از مراجع تقلید با نفوذ ایران از سپاه پاسداران به خاطر تجمع خبرساز پنج شنبه گذشته در قم، سپاه این تجمع را خودجوش دانست و هر گونه دخالت خود را در برگزاری آن تکذیب کرد. حالا صبر کنیم که از اون وقت خبرها بیاد بیرون که سپاه در مساجد و در جاهای دیگه فرستاده و از مردم خواسته بیان توی این تظاهرات. در هر صورت سپاه اصلا احتیاج نداره به اصطلاح شبنامه و روزنامه بفرسته، چون انقدر پایگاه داره و مساجد و حقوق بگی که بهشون میگه فردا به جایی که بیای سر کار بخواب تا 9-12 ظهر بیا فلان جا. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم امروز صبح تجمع جنجالی این شهر را یک فاجعه خوانده و خواهان توضیح. حالا فاجعهش هم اینه که تهدید به مرگ رئیس جمهور. ولی حالا بیاید پایین دوستان، من گفتم بهتون تو کار فتوشاپ و اینا خوب نیستم، ولی شما نگاه کنید اون کسی که اینو گذاشته رو این، معلومه اون عکس زیریش یه چیز دیگه بوده و این عکسو که دوتام هست چسبوندن، حالا ممکنم هست اون پلاکارت یه چیز دیگه بوده امروز اینا چاپ کردن چون اقلا زاویهش با این بالا موازیه. بعد نوشته ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. گویا هاشمی رفسنجانی در استخر فرح کشتنش یا خفه شده، من فکر کردم خونه خودش استخر داشته. بله اینم از این. و ببینیم حالا تهدید روحانی و اینها به کجا میرسه. ممنونم از آقای خزائی که این لینک ها رو فرستاده. بکنم یه لینک دیگه هم هست زدم، رفت دوچه وله رو خیلی بزرگ باز کرد، اون کار نمیکنه، به درد نمیخوره و این رو هم من اینجا پاک کنم. و اما خب شما اونایی که خوندن میدونن این خانه خدا تو عربستان سعودی این خانه بت‌ها بوده. وقتی محمد میاد یا اون ابراهیم هم یه بار مثل که بت‌ها رو میریزن و میشکنن و فلان، نه این خانواده همین سعودی ها که میرسه اون وقتا کی بودن، طایفه‌ای که اونجا بودن، میگن آقا این بیزینس ما هست، ما اینا رو گذاشتیم اینجا که مردم سالی یه بار سالی دو بار بیان و از ما خرید کنن، شما اینا رو خراب میکنید که بیزینس ما رو به هم میزنید. آقای محمد هم چون مذهبی بوده، دینی بوده، اهل بساز و جوش بده و اهل زیر میز معامله کردن، گفته ببین ما میگیم الله اینجاست، اصلا خود الله اسم بزرگترین بت اون بتخانه بوده. الله میگه ما میگیم الله اینجاست، روش هم یه پارچه مشکی میکشیم، میگیم هم الله خواب کسی نره تو، همین بیرون وایسید هرچی میخواین التماس کنید بدبختا بهتون جواب میده. حالا دوست ما میدونید تلویزیون مردم علکی نیست، خبرنگار داره در سر تا سر دنیا، دوست ما ویدیوهایی از خانه خدا فرستاده، خانه خدایی که زن این بشار اسد یادتونه رب بره بالای هواپیما دامنش باد زد رفت بالا شورتش پیدا شد و اینها، و خانه خدایی که دامن خودش رو نمیتونه نگه داره، پرده های خودش رو نمیتونه نگه داره، الان گویا عربستان سعودی آب و هوا و اینها یه وضع ناجوری شده. من ببینم اینجا ایشون نشته حج شماره 1، من اینو بیارم این عکس رو بهتون نشون بدم. بله نگاه کنید این عکس خانه خداست که ببینید این پارچه رو باد زده برده بالا. حالا من یه دفعه یک مستندی دیدم که زیر اون
نشون میداد اینو با چه به اصطلاح سنگین بستن که نره بالا. خب بعض وقتا دیگه طوفان که میاد اون وزنه و فلان اینا هم کاری نمیکنه. دلیلش هم این بوده که میخواستن هم صاف باشه، هم این ماجرای باد و طوفان نتونه بزنه زیر دامن خدا و بره بالا، که گویا این کار انجام نداده. ولی سوال اینجاست اگر بادی میاد به این شدت چجوری اینا همه وایسادن لباساشون هم برشونه، هیچ چیز بارون و اینا هم نیست. یکم این عکسم فیشیه به نظر من. حالا اب نداره، ببینیم که بعدیاش چیه. این عکس شماره یک دیگه پاکش کنم. نوشتن چند روزیست در غرب عربستان باران و طوفان است، امروز دوشنبه روز عرفات می باشد، دیشب در آنجا باران و طوفان آمده، عکس ها و فیلم ها به شماره فرستاده می شوند، باد پرده کعبه را بالا برد. خب این عکس شماره یک بود. حالا این عکس شماره دو هم تقریبا مثل همونه، ولی نشون میده دست طرف که عکس گرفته لرزیده، میبینید این، یا زمانی که اون شاتر یا دریچه دوربین باز بوده زمان بیشتری بوده. بله 15 میلیارد نه میلیون دلار. من فکر کنم نوشتم خوندم میلیارد، چون شما هم نوشتید میلیارد. بله حالا این میلیارد که بیلیون نیست که، نه ما گیج شدیم از بس نداریم، هیچ وقت به اون بالاها نرسیدیم. ما از میلیون و بیلیون و بیلیارد و دلار و تریلیون و اینا هیچ خبری نداریم. فکر نمی کنم تا آخر عمرونم یاد بگیریم و چه بهتر. خب اینم عکس شماره دو. ببینیم حالا عکسای بعدی هم اینا ویدیو شده. حالا ببینیم ویدیو چه میکنند. یک لحظه با من باشید. اوپن. بله اینا رو ما اگه زودتر بگیریم میتونیم به اصطلاح ضبط کنیم، تو سیستم بذاریم نشون بدیم، ولی همچین لازم هم نیست. این چیز بود گفت ما برنامه همون خیلی خودمونیه. با کی صحبت میگه؟ آها با آقای مرتضوی. آخرین برنامه که داشت گفت ما برنامه همون خیلی خودمونی هست و از لحاظ تکنیکی اینا هم لازم نیست بالا باشه. بفرمایید. الله تبارك الرحمن عرف الآن. بله این زباله‌های آشغال اونجا و اینم لابد اونجایی که اینا اقامت دارن و اینم از این ماجرا. در هر صورت آخرین خبر این که پرده از ساختمان رفت بالا، حالا منتظر باشید که از اون ور بیفته پایین. گفت چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. اجازه بدید یک پیامی رو این خانم یا بانویی که قبلا هم لطف کرده پیام گذاشته، اگه یه اسمی هم بگید بد نیست، والا بلا کسی نمیاد دنبالتون، کسی کاری بهتون نداره، ولی بهتر میشه. مثلا این دوست ما گوش کنید، آقای منوچهر خان از بوستون. بذارید ببینم من تو این فاصله اسکایپ رو روشن کنم ببینم آقای بله یک دقیقه و 14 ثانیه ایشون. آقای سعودی سلام، منوچهر هستم از باستان زنگ میزنم. البته روز چهارشنبه برنامه نداشتی، منم فکر کردم شاید یه مسافرت بشی. در صورت روز جمعه برنامه رو که نگاه کردم. آقای منوچهر خان من روز پنجشنبه یه برنامه فوق‌العاده گذاشتم، بدهی چهارشنبه رو دادم و ضمناً برنامه آقای انصاری هم که قرار بود چهارشنبه اجرا کنیم پنجشنبه اجرا کردیم. تنها بدهکاری که داریم برنامه دوستمون که از خلیج فارس ویدیو و عکس و آدیو میفرسن، اون رو گفتم وقت نکردم اینا رو بچسبونم به هم یا بیارم اینجا. گفت خب اشکالی نداره چهارشنبه هفته دیگه اگر زنده بودیم. چش چهارشنبه. خیلی ممنون شما نصیحتایی که کردید راجع به خوراک سالم و اینها شنیدم. امیدوارم توی برنامه‌ای برای همه توضیح بدین، نه برای هر کسی که سر کارش به بیمارستان میفته، چون اونایی که میرن بیمارستان بالاخره دکتر بهشون گفته چه کار کنن، این قرصو نخور اون قرصو بخور. والا امروز داشتم یکیشو میخوندم راجع بهش، همون توی وب مد نوشته این قرص خیلی بده، البته اونم میگه تبلیغ میکنه بیا از من قرصای عطاری بخر. خب تا همین الان که 2:59 دقیقه است، من ریکوست یا این ریکوست رو به فارسی چی بگیم، از آقای جلیل مرتضوی نمیبینم، شاید همین هست. نوشته چدت امام تگو،
ما یه ماه قبل اینجا صحبت کردیم، ببینم ارتباط بس میشه. بله مثل که هستن اینجا. خب چجور شد بس؟ یه بار اومدید بعد قطع شد. خدا کنه حالا بس میشه. ما اسکایپ قبلی این صدا و منگوله و زنگوله و ایناش قطع کرده بودیم که صدا نده، ولی این اسکایپ جدید که گذاشتیم مثل نمیشه. سلام آقای مرتضوی، ویدیوی شما رو ندارم. اگه ویدیو نمیخوای با همین اسکایپ میریم، من عکس فیسبوک شما رو نشون میدم و نوشته هایی که گذاشتی. خیلی خوشحالم که کامپیوترت درست شده، خوشحالترم که این چیز درست شده. قطع شد. 25 ثانیه ما صحبت کردیم، لابد قطع کردن که ایشون. بعض وقتا از این وری که زنگ میزنی تصویر نداره، قطع میکنیم، از اون وری که زنگ میزنیم درست میشه. خب اینم اسکایپ مثل اسب مجانیه دیگه، میگن اسب پیشکش که دیگه دندوناشو نمیشمارن. میدونید دندوناشونو میشمردن برای سلامتی اسبا و این کار مرسوم بوده. حتی برای برده ها وقتی میوردن دندوناشونو نگاه میکردن که ببینن سالم باشن. اینی که میبینید ماشاءالله بعضی از این دوستان سیاه پوست اینجوری قد بلند و گردن کلفت هستن، اینا دندوناشونو اون موقع شمردن و نگاه کردن. آقای مرتضوی چه خوشحالم که تصویر تو دارم و نورپردازی و همه چیز نمبر وان عالی. خواهش می‌کنم، منم به شما و بینندگان خوبتون سلام میکنم از باستان بزرگ با هوای زیبای 74 درجه فارنهایت. امیدوارم که حال همه خوب باشه. خیلی ممنون. ببین من با شما صحبت میکنم فلبداهه سوالاتی میاد. یه دوستی گفت چرا آقای مرتضوی هر وقت چیزی مینویسه یا صحبت میکنه میگه از باستان بزرگ. ما مثلا الان دیدیم تهران هم مثل که میگن استان، نمیدونم چی میگن، یه چیزای اینجوری داریم. چرا شما بوستون رو به اصطلاح بوستون بزرگ میگن؟ اتفاقا در بی‌بی‌سی هم این سوال از من کردن و میدونید که هر ایالتی یه پایتخت داره آقای سوربی. بله. بوستون پایتخت ایالت ماساچوست، ولی از تمام پایتخت هایی که در 50 ایالت امریکا داریم این پایتخت از همهشون بزرگتر. یکی از چیزهایی که من همیشه به کار میبرم باستان بزرگ، یعنی این پایتخت این ایالت بزرگترین پایتخت در تمام ایالت هاست. چون خیلی از دوستا هنوز نمیدونن مثلا پایتخت ایالت نیویورک نیویورک نیست، آلبانی، شهر کوچیک. بله همین پایتخت ویرجینیا ریچموند مثلا. بله آفر ریچمونده یا مریلند انابلسه. بله بله فکر می‌کنم بالتیمور چون شهر بزرگی نمی‌دونم. به هر حال در مقایسه با همه اونها باستون بزرگترین ایالت. یکی اون دو من که باستون می‌دونه که یه زمانی پایتخت تاریخ و فرهنگ آمریکا بود که هنوز اینو حفظ کرده. تمام مراکز آموزشی دنیا بهتریناش در همین باستون، از دانشگاه هاروارد MIT گرفته تا برو دانشگاه‌های دیگه. بله بنابراین واقعا می‌خواستم همینو بگم. من دو بار وقتی که برای هیلری کلینتون کار می‌کردم اومدم بوستون و هم شهر قشنگیه، هم تمیزه و هم خیلی به اصطلاح جاهای دیدنی و فرهنگی و اینها داره. خب چون امروز قرار هست که بعد از چند مدت با شما باشیم، من ساکت میشم و می‌خوایم ببینیم شما به ما بگید که آقا اوضاع و احوال چه خبره و در دنیا چه میگذرد. بفرمایید آقای مرتضی. ببین آقای صوفی، اولا از خود شما باید شروع کنم. حالا میفهمم شما چرا اینقدر برای خودتون دشمن تراشی میکنید. بعضی از این اصطلاحایی که استفاده میشه شما اینا رو خیلی جدی میگیرید و خیلی توضیح میدید. حالا یه نمونهش امروز گفتید در مورد مرگ آقای انتظامی که بعضی ها میگفتن ایشون نباید میمرد. منظور اینا بگم اینه که یعنی میخوان خیلی ابراز احساسات کنن در مرگ این هنرمندی که حالا یه زمانی با او یه خاطره‌ای داشتن دیگه. به هر حال کسی که چقدر 94 سال عمر کرده ماشاءالله خیلی هم خوب زیسته، زندگی کرده، هنر داشته فلان. اینا منظورشون اینه. ببین آقای سوربی، کتاب دیل کانگی که حتما خوندی، کتابی است که 80 سال پیش این نوشته شده
مطمئنم دوست خوب ما آقای پتی یا با قول شما پتی، البته نمیدونم که این دوست ما اسمش که در امریکا تلفظ میشه پیتره یا پتریکه، برهاد این دوست خوب ما حتما این کتاب خونده. در اون کتاب معروفش How to make friends influence people نوشته بود که هر موقع یه مشکلی هست، یه دردی هست، اگه میتونی چاره براش پیدا کنی بکن، اگه نمیتونی رها کن. و ادوایز دیگه‌ای که آقای دیل کانگی، البته این کتاب آقای سورل میدونه که به 28 زبان زنده دنیا ترجمه شده، 75 میلیون جلد از این فروش رفته و هنوزم در آمازون بستلره بعد از 80 سال. یعنی ببینید این کتابو من حداقل میخوام بهت بگم 10 بار خوندم، البته من گویاشم دارم و همون گویاشو خوندم. بنابراین در اون کتاب میگه که آدم باید همیشه مثل سرو زندگی کنه، وقتی باد شدیدی میاد سرو ها میمونن. چرا؟ چون همیشه باد که میاد سرشون رو خم میکنن، باد میاد و میره، ولی گفت شمشاد نه، میگه شاخ به شاخ میشه و همونجا باد میزنه میشکن. این البته این کتاب واقعا چیزای خیلی مفصلی داره و میدونید که بعضی از این کسانی که در لس آنجلس برنامه دارن و به عنوان روانشناس نام کار میکنن تمام اطلاعاتشون از این کتابه، ولی ممتاها رفرنس نمیدن که این اطلاعات و این نصیحت ها رو از کجا یاد گرفتن، چون در این کتاب به چیزهای خیلی علمی از روانشناس های معروف پرداخته همین آقای دیل کانگی. بنابراین آقای سوری، بعض موقع شما به بعض چیزهای کوچی خیلی گیر میدید، این باعث میشه که این دوستای سلطنت طلب ما شروع کنن به شما زنگ زدن و ایمیل فرستادن و از این حرفا. و البته من آقای سوری یه چیز دیگه هم که در مورد دونالد ترامپ من و شما اختلاف نظر داریم با اینه که دونالد ترامپ رو من رأی ندادم، ولی بعضی از این کارهایی که میکنه از روی حالا چی هستش، در حال حاضر آقای سوربی ایشون فعلا توی در میان جمهوری خواها هنوز محبوبیت داره. اگر این ادامه پیدا بکنه و اگر در همین انتخابات مجلسین که در ماه نوامبر دموکرات ها نتونن یکی از این مدرسه ها رو بگیرن، دونالد ترامپ دیگه نمیتونه ساکت کنی. ولی تنها راهش اینه که حتی من اینو برای نماینده خودم جو کندی هم نوشتم، گفتم اگر دموکرات ها هنوز میخوان بچسبن به مسائل محیط زیست که خیلی مهمه و یا اینکه نمیدونم همجنسگراها و دیگر باشها و راجع به اینا میخوان صحبت کنن، 100% مجلس رو باز خواهند کن. برای اینکه در حال حاضر تو خیابون با هر کی صحبت میکنه اینا درد جامعه نیست، حالا ممکنه خیلیشون مهم باشه، ولی درد واقعی جامعه مردم عادی تو خیابون ها را که میبینی دنبال یک امنیت شغلی، دنبال یه بیمه درست حسابی، دنبال نمیدونم شهریه دانشگاه، کمک هایی که دانشگاه بده، یه چیزایی که مثلا برای مردم کارآفرینی بکنه. چون الان میگن که وضعیت اقتصاد درسته، ولی میخوام بدونم که مردم با این کارهای کاذب که نمیتونن خرج زندگیشون در بیارن، شما با کار کردن تو نمیدونم لفت و یوبر آیا میتونی خرج خونه رو در بیاری؟ امکان نداره. اونها باید کارهای حاشیه‌ای یه شخص باشه که کار تمام وقتش یه چیزی دیگه باشه، و الا با یوبر رو نمیدونم، چون اونها هم جزء کار حساب میکنن دیگه، میگن بیکاری مثلا رسیده زیر 4%. آقای سوری میستین که شما میخواستین یه چیزی بگیم در خدمت شما. خیلی ممنون. در رابطه با این که من برای خودم دشمن میتراشم، شما هم دست کمی برای از من ندارید. شما هم وقتی برنامه داشتی خیلی دشمن داشتی. در رابطه با کارنگی هال، یعنی کارنگی، من اصلا این کتاب رو نخوندم، خیلی خوشحالم همین امروز میرم دنبالش. ما اینجا کارنگی هال داریم و اتفاقا من وقتی میرم یه جایی میگم که ببینیم این اسم از کجا اومده. مثلا وقتی توی خیابونی میرید نوشته ون بورن، بعد بیان خونه بزنید ون بورن چیه، مینسید رئیس جمهور آمریکا بوده، چون ما همشون میگه نمیشتاسیم 45 تاشونه. ببینید در صورت آقای خوشنودی میگه
پایتخت کالیفرنیا رو من فکر نمی کردم ساکرامنتو باشه. و ممنونه از شما، تشکر میکنی که امروز یاد چیز کرده. بله آقا، آقای آرنولد شوارزنگر اصلا اونجا بود، ساکرامنتو، و خونش هم هست که هم گاورنر خونش اونجاست. و این چیزی رو که آقای مرتضوی گفت، دوستان، این آمریکا دقیقا مثل 50 تا کشوره که اگه بخوایم بگیم شاه شاهان، حقیقتا رئیس جمهور شاه شاهان هست. من بارها گفتم این بیچاره آقای شاه اگه یکم مطالعه کرده بود، وقتی بهش میگفتن شاهنشاه، از خودش میپرسید خب من شاه کدوم شاه هستم؟ پس بیاین به این جوجه ها مال استاندارا بگم شما شاهین، منم بشم شاه اونا. ولی کلن کم سواد بود، نرفت اونبالش. و اما درباره ترامپ، اون ویدیوی شما رو من، اون برنامه رو شنیدم که شما گفتید که بذارید من خودم رو به مردم معرفی کنم و پخشم کردم، که من با وجودی که به ترامپ رأی ندادم، ولی به این دلیل که ترامپ الان پرزیدنته، باید هم به اصطلاح حرفشو گوش کنیم، هم اگه قانونی فلان اینها، اون قسمتشو منم با شما هم عقیده هستم. ولی اینی که میگید ترامپ طرفدار داره، طرفداراش اون بیس و اون مردمی که بلو کالر هستن اینا، اونا رو براتون یه ویدیو میفرستم که اتفاقا یه خانم ایتالیایی خیلی قشنگ توضیح داده. اونا هستن که بیچارا نمیدونن اصلا چرا طرفدار هستن، به دلیل اینکه ناراحت بودن از اینکه یه سیاه‌پوست توی وایت هاوس رفته، فکر کردن او حالا کادیلاک پدر بزرگشون رو یه سیاه‌پوست داره رانندگی میکنه، بذار اینو بخریم درستش کنیم. ولی نمیدونن دیگه این کادیلاک داغون شده. و اونایی که توی حزب ریپابلیک هستن دنبال این رفتن، شما میدونی اونایی که دارن میان بیرون دیگه دنبال انتخابات بعدی نیستن، یکی یکی باهاش مخالفن. ولی اونایی که به خاطر منافع شخصیشون و به خاطر انتخاب این، اگر ببخشید روشون ادرارم کنه، باز میگن ترامپ، مثل بگید اسمشو اون کروز، تد کروز یا دیگران، اونا منافع شخصی و اینا میدونن، یه آدمای پولیتیشن بی شخصیتی هستن، اونا هستن طرفدارشون. طرفدارای حقیقی ترامپ بیچارهایی هستن که الان مزرعهشون داره ضرر میده، گوشتا رو دستشون مونده، وسایل رو دستشون مونده. و یه نفر سوال میکرد، شما ها که میگید الان وضع اقتصاد آمریکا خوبه، یکیتون به من بگید امسال نسبت به دو سال پیش حقوقتون چقدر رفته بالا؟ سخنگوی مجلس کیه این آقای پال رایان؟ بله، این با افتخار میگفت من دوستی دارم معلمه و الان هر هفته 1.5 دلار اومده روی حقوقش، 1.5 دلار. خانمه اعتراض کرد، گفت آقا تو خجالت نمیکشی اسم منو گفتی و هفته 1.5 دلار، یعنی ما 6 دلار به حقوق این خانم اضافه شده، که حالا بعدم تکسا و مالیات و اینها میاد یقشون میگیره. این ماجرای وضعیت اقتصادی. خود شما از لحاظ وضعیت اقتصاد، البته شما توی ایالت خوبی هستید، چون باستونی که بله یکی از بهترین ایالت هاست برای حتی خدمات درمانی عمومی. اتفاقا آقای صوفی، همینی که الان شما گفتید، ما بیمه درمانی برای همه داریم و زمان آقای میدرامنی هم امضا شده. ببینید در اون انتخاباتی که به آقای اوباما باخت، میدرامنی از به همین خاطر بود، گفتن آقا شما که تو ماساچوست اینو امضا کردی، چطور حالا بر علیه آقای اوباما هستین در مورد اوباما کیر؟ چون اینجا امضا کرده بود دیگه. میدونید که این ایالت دموکرات هاست، ولی هر چند یه بار ما فرماندار جمهوری خواه داریم. همینی که الان اشاره کردیم، ببین الان آقای جولیانی شده وکیل آقای ترامپ، مفت و مجانی هم کار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا خودشو وکیل ترامپ معرفی میکنه، الان میتونه در تمام داد تلویزیون ها رژه بده. ببین مجاهدا وقتی ایشونو دعوت میکنم بهش صدها هزار دلار پول میدم برای سخنرانی. منم میخواستم بگم سال قدیم کلام میده که سال آینده انشالله در تهرانیم. الان چند سال این پولو میدن، یکی نیست که یخشو بگیره. آقا شما پارسال هم همینو گفتید، پس چی شد؟ آقا میگه مثل مولانا نصرالدین که هر روز میگفت که فردا، بعد میگفت فردا نیامده. ضمناً وقتی شما گفتید این حقوق نمیگیره، میخواستم بگم دوستان مجاهد حقوقشو میدن. ولی آقای مرتضی واقعا جولیانی فکر کنم رفته تا مرز جنون، چون دیروز صبح مثلا تو تلویزیون میگفت که حقیقت حقیقت نیست، همه اینا مسخرهش میکردن، truth is not truth، بعد یه چیزای مزخرفی میگه. اتفاقا با اون آقای هست که اصلش هندیه، پریت بهارا، که ترامپ بهش قول داده بود تو میمونی
دادستان بود، بعد اونم گفت که بیان استعفا بدین، گفت من استعفا نمیدم چون به من قول دادی که میمونم، پس تو منو اخراج کن. الانم خودش برنامه پادکست داره. اون آمد گفت که این جولیانی یه آدم خوبی بود، اینجوری بود اونجوری بود، تعریفش میکنه، بعد میگه الان کسیه که، حالا نمیگه هم برای پول، میگه الان کارایی که میکنه از عقل سلیم به اصطلاح بدوره. در صورت ممنونم، من ساکت میشم، باز شما اگه موضوعات دیگه دارین بفرمایید. اتفاقا تنها کسی که ترامپ را به خوبی شناخته و دقیقا با همین بازی خودش هم وارد کارزار باش شده همین خانم اماروساست. همین خانم اماروسا که توسط ترامپ مشهور شد در اون فیلمایی که پرنتس بود، که بعدش هم تو کاخ سفید اومد و باش کار کرد. اماروسا را این خانم سیاه‌پوستی که به نظر من خیلی هم خوب حرف میزنه، اولا لهجه خیلی خیلی کم سیاه داره و این کتابم که نوشته مطمئنم که میلیون ها دلار از این کتاب حتما استفاده میکنه. این خانم دیوید بروکس، میدونی که نویسنده محافظه‌کار نیویورک تایمز، گفت اتفاقا این خانم به اماروسا تنها کسی هستش که قاعده رو خوب بلده، از همون قاعده استفاده میکنه که آقای ترامپ استفاده میکنه. گفت بنابراین از اون نمیتونی میراث بگیریم که چرا اینا رو رفته ضبط کرده، چرا رفته فلانجا فلان چیز گفته. یه زمانی میگفتش که نه آقای ترامپ اصلا نجات پرست نیست، حالا میگه نه من شنیدم توسط یکی دیگه حتی از لغت اون واژه ان استفاده کرده که برای سیاه‌پوستای واژه زشتیه. ولی خب به طور کلی این خانم دقیقاً همون راه میره که آقای ترامپ با بقیه رفته، بنابراین هیچ گلایه هیچ کم نمیتونه ازش ایراد بگیره. همه جام باش مصاحبه میکنم و مطمئنم که این کتاب بستلر میشه و شده بستلر هست توی آمازون، الان بستلر هست. و همین که گفتی اتفاقا همین دوستمون، چون میبینم شما برنامه های تراور نوار هم نگاه میکنید، اینم با وجودی که تا چند شب قبلش داشت مسخرش میکرد و جوک میگفت آوردش و صحبت کرد و اینا، و همین سوالم هم کرد ازش که تو تا دیروز میگفتی این انقدر خوبه که باید هممون سر تعظیم بهش فرود بیاریم، امروز میگی نجات پرست هست، دروغگو هست، مافیایی کار میکنه. گفت که خب من اون موقع تحت تاثیر و جذب قرار گرفته بودم و اینجوری بود. آقای سعید از کالیفرنیا میگه رودی جولیانی is a TV lawyer. He has not been in court for last 20 years, just a big mouth for Trump. بعد آقای سعید باز میگه که آقای مرتضوی she's not Emma, she's Oma, Oma Rosa. آها من تو قسمت اولم گفتم این کلمه، اسم این اول کلمش اون کلمه مادر بزرگ آلمانیه، اوما روسا. ولی اینجا دیدم تو تلویزیون ها حتی خودشون دیشب مسخره میکردن، میگفت ما میگیم اوما روسا اما روسا، و درستش البته هم من هم شما میدونیم امریکایی ها بعض وقتا این او رو ای میگن، هر جوری دلشون میخواد عمل میکنن. در اصل سعید اینو توضیح داده، ممنونم. بفرمایید، باز با شما هستیم آقای. ببین حالا از اینا که بگذاریم، چون میدونیم که دوستایی که خیلی یعنی جانانه از ترامپ حمایت کردن، پول دادن، کمپین شرکت کردن، الان هم طرفدارشن، چیزی که نمیدونن اینه که طرفدارای آقای ترامپ اصلا این رو قبول ندارن. اگه فاکس تیوی رو نگاه بکنید اونجا چند نفر هستن که اصلا با رنگین بودن امریکا مخالفن. اتفاقا هری روز یعنی روز جمعه یه وکیل خیلی معروفیه، همه تون میشناسید، آلن درشوت. آلن درشوت میدونی که استاد دانشگاه هاروارد حقوق و از اونجا معروف شد که اون آقای اوجی سیمسون اگه یاد باشی یکی از وکلاش هم ایشون بود. ایشون یهودیه، اصلا این صهیونیست معروف هم هست. ولی خب بعضی موقع مطالب جالبی می نویسه، مقاله‌ای که نوشته بود در جمعه گذشته، دوستایی که میخوان برن چک کنن، 17 آگوست 2018، روزنامه باستون گلوب. در این مقاله این آقای آلن درشوت که خودش هم در فاکس تی وی مرتب باش مصاحبه میشه، یک حمله جانانه کرد به یک خانمی اونجا هستش به نام لورا اینگرام. لورا اینگرام از نجات پرستای معروفه، یعنی در حقیقت نجات پرست کسی هستم، اینها بجز
خودشون کسایی که سفید پوست و چشمابی کسی دیگه ای را در امریکا قبول ندارن. دوستایی که طرفدار ترامپ هستن، ما ایرونی ها را دارم میگم، این آدم ها اونا را اصلا قبول ندارن. خانم لورن گرام میگه که ما بعضی موقع به بعضی قسمت های امریکا نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا امریکا را واقعا نمیشناسیم. آره هفته پیش گفت امریکا چی بعد سرش اومده هستی که یعنی میگم نه ما به اینا رأی دادیم و نه حتی خوشمون میاد. حالا الین دوشوید این صحبت هاشو مطرح کرده، میگه که خانم لورا انگروم میسی یادش رفته خانواده ایشون از لهستان اومده، پولشی خانواده من هم از لهستان اومده، مال من یهودی بود و فقید به دنبال کار و شغل و اینجوزا اومده بود و ایشون هم همینطور و هر دوی ما رفتیم درس خوندیم موفق شدیم فلان اینا و همه ما این کشور رو ساختیم که الان امریکا هستش، بزرگترین قدرت دنیا و فلان. بنابراین امیگرن ها یعنی مهاجرها سازنده اصلی هستن. که من نمیدونم چرا لورا انگرام گذشته خودش رو فراموش کرده، یعنی در حقیقت یعنی لورا انگرام جرأت و شهامتش رو داشته که در تلویزیون اومده بیان کرده. خیلی هستن ممکنه با شما سلام علیکم میکنن به شما نمیگن، و این دوستای ایرانی ما که از دونالد ترامپ طرفداری میکنن و دونالد ترامپ بهترینه، فکر میکنه دونالد ترامپ فردا حمله میکنه ایران میگیره میزنه میکشه، کلید رو میده دست اینا میگه آقا برید خوش بگذرونید. در اون کتابخونه ریگن هم مشخص شد چه کسایی اونجا بودن و چرا، و بعضی ها چرا حتی اجازه راه نداشتن که اجازه برن تو این کتابخونه حتی برای تماشا، و بعضی هم که دیگه اسیر شده بودن اونجا دم در و فلان. حالا از همه اینا بگذاریم، فقط میخوام به این دوستا بگم که این گروه واقعا نجات پرسته، به جز آدم های سفید پوست و چشمابی برای امریکا کسی دیگه را قبول نمی کنه. از نوشته هاشون مشخصه، گفته هاشون مشخصه، اون تا جای خوشبختی هستش که اینها در اقلیت هستن، در اکثریت نیستن، و دموکرات ها هستن که تمام افراد مختلف از نژاد و رنگ و مذهب و همه اینها زیر چتر دموکرات ها. ولی این جمهوری‌خواه های سفید پوست لورا انگرام و نمیدونم شان هنیدی و کی اینها را چیز میکنن، میدونی که فاکس تی وی برخلاف آن چیزی که خودش همیشه میخواسته که معلم اخلاق باشه، دیدیم که تمام فساد از اونجا شروع شد. ایاتون باشه اون آقایی که بل اورایلی بود که همیشه به مردم درس میخواد یاد بده، چجوری میخواسته به اون زنها تجاوز کنه که باعث شد 32 میلیون دلار از جیب خودش بده مسئله رو حل کنه دیگه دادگاه نره. حتی رئیس کل پارت آقای راجر ایل این زنها رو استخدام میکرده، میگو حتما باید با من بخوابید تا شما رو بذارم رو آنتن برید، و اونم دیدید که بعد که بعد دیگه خراب شد بیرونش کردن و دق کرد و مرد آقای سوربی. سه ماه بعدش باورت نمیشه ایشون گفتن تو خونه زمین افتاده و مرده، و مطمئنم که دق کرد برای اینکه اون پاکس تیوی رو ساخته بود، اصلا ابتکار دستون بود، همه کاره از اول پاکس تیوی رو ایشون درست کرده بود. یعنی منظورم از گفتن همه اینها این دوستای ما نمیدونن این طرفدارای ترامپ اینها رو قبول ندارن، حالا ممکن است اینها خرم مالی بکشن در حال حاضر، ولی اینها رو باور ندارن. نظر شما بگید. خیلی ممنون. اولا ممنونم که شما در رابطه با اون خانم که در چیز هست لارا گفتید، بنده خدا بعدن آمد گفت که من منظورم این نبوده، ولی بهش گفتن خب منظور این نبوده بگو منظور چی بوده، دقیقا منظورش همون بوده. ولی شما یه نکته ای رو گفتید که این دوستان باید توجه کنن، مخصوصا دوستان ایرانی. دوستان اینا ما رو به عنوان براون میشناسن، یعنی قهوه‌ای. اگر با سفیدا اینجوری به اصطلاح تبعیض نژادی رفتار میکنن، من و شما رو
به عنوان بران میشناسن. یعنی تو مغزشون فکر میکنن ما هنوز یه رابطه‌ای با میمون داریم، مثلا اگر میمون برادر اون سیاه‌پوستا است، میمون پسر عموی ما هست، یعنی یه کمی. و هیچ وقت اینا با ما اونجوری نمیشن که شما خانم هما سرشار، آقای بیژن خلیلی فکر کنه الان این پمپو رفت و بردن چلو کباب شدن، ایشون شد ایرانی و آقای مرتضوی قشنگ گفت. این نیست که بره حمله کنه و کلید بده دست این به اصطلاح افرادی که رفتن اونجا و پول خرج کردن. ماجرای این پول خرج کردن هم همین خانم اوماروسا بهش میخواستن یه باجی بدن 180 هزار دلار در سال، ماهی 15 هزار دلار نوارم هست که زن پسر چیز این کاری کرده و این اگر ثابت بشه، البته چون انجام نشده ممکنه جرمی انجام نشده، ولی اگه ثابت بشه حالا میخوان برن دنبال اون مخارج دیگه‌ای که اینها به اصطلاح صورت حساب و هزینه کردن برای سال 2016، میخوان ببینن این پولها به عنوان حق و سکوت یه وقت پرداخت نشده باشه که کاملا غیر قانونیه. نظرتون در این مورد چیه؟ این نوارهایی که این ضبط کرده و صحبتایی که میکنه باز میاد تو همون کاتگوری که شما گفتین، این تقریبا مثل خود ترامپه و مثل خودش داره عمل میکنه. بفهم دقیقا همینطوره. این خانم اوماروسا یا اماروسا، هر کدی که تلفظ و دوستا قبول دارن، چون تو بحر کار آقای ترامپ بوده، 15 سال باش کار کرده، دقیقا میدونه که چجوری عمل کنه. مثلا خیلی از این نوارایی که داشته، حالا بگن که آقا اینا غیرقانونی بوده، چجوری برده، چون در اون اتاق مخصوص که میره برای ملاقات گویا تمام تلفن‌های دستی رو همه رو میگیرن، اونجا باید بایگانی بشه قبل از اینکه وارد بشه فلان. خلاص این خانم به هر حال تونسته، خودی بوده هر چی بوده، این به هر حال نوار ضبطشو یا تلفنشو ببره اینا رو ضبط کنه. میگن ضبط کردن اونجا غیرقانونی بوده فلان. حالا اون یه موضوع. موضوع دیگه هستش که ایشون نوارای زیادی داره از آقای ترامپ و اونجایی که میخواستن اون پولو بهش بدن، ولی باید اون کاغذ امضا میکرد که بعد از این حق گفتن هیچ گونه اعتراض به آقای ترامپ، خانوادهش، نمیدونم معاونه رئیس جمهور، اینا به همون بهش میگن نان دیسکلوزر. اون ترامپ میدونی که از اول هر کسی براش کار میکرده باید اون امضا میکرد و همیشه هم کارش این بوده، چون میدونست که بالاخره کارش لیک داره دیگه. شما اگر کار درست حساب میکنی هیچ وقت نمیایید که از کارمندات بگی آقا تو باید امضا بکنی، بعد از این حق نداری راجع به من بعد از این که اینجا رو ترک کنی حرف بزنی، چون در مردم این همه کار دارن، این همه شرکت‌های بزرگ کار میکنن، پس تو اونا ندارن. ولی آقای ترامپ همیشه اینجوری بوده و دلیل داشته برای این کار. الان این یه دلیلش دیگه. این خانم اطلاعاتی داره که بنده و جنابالی در مورد آقای ترامپ نداری. حالا اتفاقا خیلی چیز جالبی که چند وقت پیش توی دانشگاه هاروارد افتاد آقای سوربی و این بود که باب وودورد، اون روزنامه‌نگار معروفی که جریان واترگیت رو فاش کرد در واشنگتن پست، شما اومده بود اینجا سخنرانی میکرد، میگو ببین من به این نتیجه رسیدم که آقا در این ورقه های مالیاتی، یعنی تکس ریترن آقای ترامپ، یه سری چیزهایی هست که مردم امریکا باید بدونن. اگر کسی میتونه اینو لیک کنه و برای من بفرسته، من چاپ میکنم، با حاضرم زندانم برم برای این کار، چون غیر قانونیه. ببین تا این حد. ولی من فکر میکنم بالاخره در یک جایی، چون میدونی این ورقه های مالیاتی بالاخره توی IRS دیگه، بله بله. IRS هم که به هر حال یه مؤسسه ازش، بالاخره یه نفر ممکنه کپی کرده باشه، حالا کی میخواد بده بیرون نمیدونم. البته میدونید چون شکایت های زیادی شد از IRS که اینا بی خود و با خود هم میرن پرونده های مالی این اونو نگاه میکنن، سیستمی گذاشتن که هر کسی، مثل الان خونه که شما میخوای بخری، وقتی میری اون طرف میاد در رو باز میکنه، مینویسه که در این ساعت فلانی اومد باز کرد، رجیستر میکنه. شاید به همین دلیل هست که تا امروز لیک نشده بیرون. ولی خب اون آقایی که گفتید جالب گفته، گفته من حاضرم به خاطر زندان برم. یه چیزی که شما وقتی راجع به بیل اورایلی و فساد در فاکس نیوز صحبت کردید، بذارید من مموری این دوستان رو یکم ریفرش کنم، چون
من یکی دو بارم با خانم رودی بختیار مصاحبه کردم و اگه یادتون باشه رودی بختیار یه مدت خیلی گل کرده بود، به حدی که وقتی اینجا میخواستن پول جمع کنن برای زلزله زده های بم، ایشون به اصطلاح MC بود، مجری برنامه بود، و اون دوستمون آقای ارسنجانی وقتی خواست ایشون رو معرفی کنه گفت امشب کوین آف CNN، که مدتی طول نکشید که ایشون از CNN رفت و به فاکس پیوست. حالا شما دوستان نگاه کنید، اینجا میگه که فاکس نیوز میگه که اینو اخراج کرد بعد ساکتش کرد. اگر اسم این خانم رودی بختیار با آقای بیل اورایلی رو بزنی، پرونده هایی هم هست که حتی میگه اینا ستل کردن برای 3 میلیون دلار، و برای من جالب بود که چجوری ستل کردن که مبلغش هم هست. شما باز یک موضوع دیگه ای رو گفتید، اون NDA یا نان دیسکلوزر، که خیلی شرکت ها هستن، شرکت های حتی الکترونیک و اینا که یه چیزایی میسازن، وقتی شما میری ازت امضا میگیرن که این چیزای خصوصی یا راز بیزینس ما رو به کسی نگو و نرماله. درسته که ترامپ این کار رو برای شرکت های خودش میکرده به دلیل اینکه کارهای خلاف میکرده، ولی این کاری رو که توی وایت هاوس رایج کرده میگن این نمونه نداشته تا حالا، الان دنبالش دارن میرن که ببینن این کار قانونی هست یا غیر قانونی، چون افرادی که کار میکنن مستخدم مردم هستن نه مستخدم آقای ترامپ. ولی خیلی خوشحالم که شما اینو گفتید. دوستان، ترامپ فقط برای که بفهمید چه به اصطلاح دستگاه یا ادمینستریشن قلابی و علکی آورده اینجا، اینجا رو داره مثل شرکت‌های خصوصی رفتار میکنه و از هر کسی که رفته اونجا امضا گرفته که چیزای خصوصی رو بیرون درز نکنه، ولی میبینیم که اون دفعه گفت بیشترین درز یا لیک ادمینستریشن ها رو این آقا داشته تا حالا. بفرمایید. مثلا صحبت از این بود که بله، کاخ سفید خانه مردمه، چون مردم پولش رو میدن. در کتاب تاریخ اومده که کلوین کولیج رئیس جمهورش هم 80 خورده سال پیش رئیس جمهور بوده، از همین ایالت ماساچوست هم بوده. اون موقع گویا سکیوریتی اینا زیاد نبوده، در هوای گرم چیز تابستانی ایشون نشسته بود بغل نرده کاخ سفید، توریست ها میمدن میرفتن. خوب کسی اون موقع تلویزیون اینا نبوده دیگه، فکرم شاید 90 سال پیش، زیاد نمیشناختم مثلا نیست که شما رئیس جمهور هر ثانیه 100 بار ببینید. بعد یکی همجا رد میشده نمیدونسته، مثل ما دهاتی بوده، گفته که این اینجا کجاست؟ بعد میگه که اینجا خونه است دیگه. گفت خونه مال کیه؟ گفت مال همه. گفت یعنی چی؟ بس صاحبش که؟ گفت صاحب نداره، میان اینجا بعد از 4 سال عوض میشن به یکی دیگه. طرف دوزایش نمیفته که بابا چون رئیس جمهور بوده صاحب نداره، هر 4 سال یه بار یکی توش میشینه. حالا این آقای ترامپ فکر کرده که کاخ سفید هم مثل هتل های ایشونه و میتونه هر بلایی که سر کارگرا بیاره، چون در خیلی جاها ما دیدیم دیگه خیلی از این آدم هایی که با ترامپ کنترات داشتن کاری انجام داده بودن پولشو نداره و اونا هم پولی نداشتن، میرفتن دادگاه هی برو بیا، ایشون وکیل داشت مرتب میرفت، یاره میگه آقا به خاطر مثلا 10,000 دلار من نمیتونم 20,000 دلار خرج کنم، بل میکرد. خیلی هاشون هم اومد در انتخابات حتی با دلیل و مدرک. اون تا آقای ترامپ با تمام پررویی گفت برای اینکه کارشون خوب نبود به این خاطر ندادم. خب اگه اونجوری باشه بعد از اینم ما هم هر موقع لوله‌کش میاد خونمون درست میکنه پول نمیدیم، میگه آقا کار درست نبود، بعد از اینکه دولار درست کردی زمین هنوز کسی بود، من خودم تمیز کردم. برحال آقای سوربی، برگردیم به جامعه ایرانی و جامعه واقعا نگران کننده. باید صحبت از CNN و چیز شد در خبرها، میدونی که 2 هفته پیش بود هم آقای جولیانی و هم خانم کریستین امانپول در یک خبر که هر دو گویا دارن طلاق میگیرن. آقای جولیانی از اون خانمی که ازدواج کرده بود در دورانی که زن بچه داشت و اون خانم هم باش اونجا در کاخ شهرداری زندگی میکرد، حالا اون خانم تصمیم گرفت ازش جدا بشه. خانم امانپور هم همینطور از اون آقای جیم روبن.
حالا نمیدونم که تقاضای طلاق از کدوم بر بود، اینا رو توی انترتینمنت میگفتن. به هر حال آقا صبر کن صبر کن، شما خیلی زود مسائل رو میگی و میری، من اینجا نمیتونم صبر کنم. درباره ترامپ و کارگراش و اینا، میدونید که این هتلی رو که اینجا نمیخواست بخره لیز میکنه، میره قراردادهای خیلی هم بعد میبنده به ضرر دولت، و این اول پست آفیس اینجا رو کرده هتل با یک آقای شف خیلی معروفی که مکزیکن میخواست استخدام کنه و اینها، اصلا خودش هم مکزیکنه، حوزه آندریاس، قرار گذاشته بود که این بیاد تو هتل این قسمت آشپزخونه‌شو داشته باشه. بعد از اون ور شروع کرد تو تبلیغات گوی مکزیکن ها فقط قاچاق میارن اینجا و فلان میکنن اینا. این مرده گفت من برای تو کار نمیکنم، تو خیلی آدم به اصطلاح بددهن و دروغگوی اینا هستی. این ترامپ سو کرد و اون سو کرد و اینا، بالاخره بعد از 2 سال گویا ستل کردن. حالا کی به کی پول داده اینو نمیدونه. آقای سعید در رابطه با این NDA non disclosure نوشته gag order. سعید جان gag order فهم کن. gag order مثلا یه پرونده‌ای در جریانه، بعد به یه نفر که میگن، میگه دادگاه gag order داده. فکر کنم gag order تمام این هیئت منصفه وقتی میرن یه جا اینا gag order داره. این gag مثل همون یعنی خفه شدن هم هست بسی که نه کلمه. دقیقا. بله دقیقا. یعنی تا زمانی که تصمیم نگرفتیم همه باید خفه بشن. بله. درست این اونه، ولی اون چیزی که ما میگیم not disclosure فلان، من توی شرکتی هم کار کردم مثلا میگه شما اینجا اومدی چون تکنیک ما رو یاد میگیری و اینا، نمیتونی بری، یا حتی میگه بعد از مثلا 6 ماه نمیتونی بری با رقیب ما کار کنی. میگه تا 6 ماه که البته سازمان مجاهدین هم چون خیلی ابتکارات و افتخارات بزرگی داره، هر کی ازش جدا میشه میگه 8 سالی باید تو زندان نگه دارم تا اطلاعاتت کهنه بشه. در اصل ممنون و متشکرم. و بله راجع به تلویزیون و اینکه 90 سال پیش چون تلویزیون نبوده اون طرف رئیس جمهورش نمیشناخته، اصلا نگران نباش. همین امروزه تلویزیون دوربین برمیدارن میبرن تو خیابون، از جوونا مخصوصا عکسای نخست وزیر رو اینا رو نشون میدن. اینا نه رئیس جمهورشون میدونن کیه، نه وزیر دفاع رو میدونن کیه، نه شهرها رو، نه استانها رو میدونن کجاست، و از بیخبری واقعا مردم آمریکا فکر کنم خیلی کارشون خرابه، چون همشون به موزیک و اینها گوش میدن. شاید هم یه جورایی بهتر باشه، بعضی وقتا خیلی مثل ما همش نگران خبرها نباشن. در اصل ممنونم، بفرمایید آقای مرتضی. برگردیم به این جریان دریای خزر که واقعا بعضی موقع های خبرهایی که در این رابطه چون رسانه های فارسی زبان به ویژه در لس آنجلس طوری در این مورد صحبت میکنن که آدم واقعا نگران میشه، میگه اگر ما اطلاعات نداشتیم نمیرفتیم یک کمی تحقیق کنیم فلان دیگه از همه اینا شاید میخوای جایزه بدی باید جایزه رو بدی با آقای به قول آقای میبودی دکتر سازگارا. من نمیدونم میشون کی دکتر شده، حالا اون بحث ما نیست، حتما هست. این آقای سازگارا که دو برنامه آقای میبودی بود، جالبه که ایشون میگفت در حال سوار شدن به هواپیما، یعنی تو فرودگاه بود جای عمومی دیگه، یه دفعه راجع به این مسئله که آقا ایران چجوری دو دستی تمام دریای خزر را تحویل آقای پوتین داد و باج داد، اصلا هیچ دفاع نکردن، ما بدبخت شدیم، یه دفعه آقای سازگارا شروع کرد به گریه کردن، گفت آره من اینو شنیدم خیلی دلم گرفت و ناراحت شدم قلبم فلانم. من واقعا نگران آقای سازگارا شدم، گفتم آقای سازگارا یا باید یک اکتر بسیار خوبی باید باشه هست که بتونی در سالن فرودگاه که میخوای وارد هواپیما بشی شروع کنی گریه کردن، یا اینکه آقای سازگارا اون روز قرصاشو نخورده که آخه مگه میشه آقا. تمام اطلاعات اینا میگن که همش رجوع میکنن که زمان اتحاد شوروی اینجا 50-50 بود، 50ش مال اتحاد شوروی بود 50% مال ایران. خب اگه اینجوریه پس آقای پوتین چرا ادعا نمیکرد که آقا 50% باید مال من باشه 50% مال بقیه باشه؟ چطور اونا حاضر شدن 18-19% رو قبول بکنن؟ تا
تازه این میگن که یک تفاهم عمومی هستش، هنوز دقیق مشخص نشده که چه قسمت مال کدوم کشوره، ولی این قراردادی که بستن صرفا میخواستن که کشورهای منطقه از ورود کشورهای خارجی به این آب جلوگیری کنن، یعنی هر گونه نفوذ، دخالت یا کشورهایی که به هر حال اونجا هست دیگه، هم روسیه نگرانه هم ایران، و اینا طوری صحبت میکردن که آقا اینگاه که هیچ تمام اطلاعات اینا دارن بقیه نمیدونن، آقا این اطلاعاتی که بقیه آخرینش دیگه از این تیمسار ما، تیمسار آریانپوره فکر کنم اگه اشتباه نکنم، تیمسار آریانپور که خودش فرمانده اونجا بود، باید این اطلاعات دستش باشه، ایشون زمان اعلیحضرت اونجا فرمانده بود. من حرف ایشون رو بیشتر از همه قبول دارم، چون ایشون الان تو ایران نیست و برای جمهوری اسلامی هم کار نمیکنه و یه آدم مستقلم هست. من ترجیح میدم به حرف ایشون گوش کنم که هم اونجا فرمانده بوده، هم مطالعه داره و هم مقدار اطلاعاتی که ببین، همه اینها از قول اون آقایی که اول میگم من نماینده روسیه بودم در اون جلسه آقای سفرو، بعد دو روز بعدش ایشون تکذیب کرد گفت نه من نماینده نبودم، من همینطوری رفته بودم به عنوان ابزرور. خب چطور تکذیب ایشونو نمیگن، فقط اشاره میکنن به حرفی که ایشون گفته و سندهای موجود رو اصلا چیز نمیکنن، هی شروع میکنن زار زار کاره دریای خزر رو از دست دادیم. به ویژه بعضی از دوستان خیلی میگن آقا خزر چیه، باید بگیم دریای مازندران، دریای کسپیان. آقا این اسمش مشخصه دیگه، ما مگه چند تا دریا داریم در ایران؟ یکی از خلیج فارس، یکی هم همین دریای خزر، مازندران، کسپیان. ما اگر این همه دریاچه داشتیم که وضع ما بهتر میشد. برحال اینو من بعضی موقع شما میگه کاش که همه اون دریا مال ما بود، در صورتی که اطلاعاتی که من خوندم میبینم که عمق ترین قسمت دریای خزر، مازندران، کسپیان، میخوام همه دوستان خوشحال باشن با این اسامی، ولی همونا عمق ترین قسمتش در ایرانه. ایران 700 تا اونجا 700 کیلومتر فکر کنم ساحل داره، و اگه ساحل ایران نگاه بکنی میبینی که عمق‌ترین قسمت این دریا هستن طرف ایرانه. حالا در آینده چی خواهد شد من نمیدونم، ولی این چیزایی که اینا میگن، این گریوزاری که آقای سازگاران را انداخت، منو خیلی نگران حال ایشون کرد. فقط من این سوال مطرح میکنم آقای صوفی، هم به شما هم به آقای سازگارا، اون چطور آقای سازگارا وقتی از عربستان سعودی پول میگیره با رفیقش نوریزاده برنامه میذاره بر علیه ایران، اون گریه اگه میخواد کسی گریه کنه باید به اون گریه کنه که پول رو از عربستان میگیره که دشمن جونجونی مردم ایرانه و بر علیه مردم ایران هم در همون تلویزیون حرف میزنه، پولش هم از عربان میاد، اون گریه داره نه این قرارداد. بله آقای سلطان، خیلی ممنونم از شما. این ماجرای آقای آریانپوری که گفتید، ایشون هفته گذشته دو سه بار در این مورد صحبت کردن، سعی میکنم تو یکی از برنامه‌ها با ایشون صحبت کنم. من این افتخار رو دارم که هم نزدیکشون زندگی میکنم، هم بارها ایشون در برنامه ها بودن. از شما بسیار ممنون و متشکرم. اگر این عکس دریای خزر رو که من نشون میدم به ایرانی ها شما نشون بدی، خیلی ها فکر میکنن دریای خزر تا همون جایی که ترکمنستان و آذربایجان بود، چون تو نقشه های ایران فقط همون قسمته، ولی تو این نقشه که نگاه میکنید میبینید که تا عمق روسیه، قزاقستان اینها رفته داخل. و شما خودتون از خودتون سوال کنید، اصلا امکان این که 50% این دریا مال ایران بوده باشه هست یا نیست؟ اتفاقا آقای آریانپور میگه 3 سال فرمانده نیرو دریایی بندر پهلوی بوده، میگه همون زمان کشتی های ما بدون اجازه از اون خط فرضی که شرق، یعنی نقطه مرکزی شرق ایران رو به غربش وصل میکرده، ما اگه میخواستیم بریم اونور باید اجازه میگرفتیم، حتی مثل یک کشتی مال شاه بوده بهش اجازه ندادن. در اصل من از شما ممنونم، خیلی خوشحالم که سیستم را افتاد. ما از هفته شما امیدوارم شما از هفته آینده شما رو داشته باشیم و این ماجرایی که میگید دریای خزر رو کسپیان میگم، اینو میگم، اونو میگم، یادم افتاد پیامی که برای من گذاشتید شنبه،
توی جاده رانندگی میکردم گوش دادم، دیدم شما میگید سلام و درود، هم سلام برای اونایی که سلامی هن، هم اونایی که درود و فلان اینها. این توضیح هم خودش خود به خود یه طنز بامزه هست که خالی از حقیقت نیست. آقای اکبری از آلمان میگه خواهشمندم در صورت نبودن سازگارا یا هر کس دیگر متهم نکنید. آقای سازگارا هم اتفاقا همسایه ما هست، اگر هر روزم اینجا باشه و عربا یه جای بهتری نبرده باشنش، ایشون میتونه بیاد صحبت کنه. بعد آقای اکبری، این رادیو تلویزیون اینجوری نیست که مثل مهمونی ها شما بگی آقا پشت سر سوربی حرف نزن. سوربی چون پابلیک فیگره، آقای مرتضوی چون پابلیک فیگره، نقل و نقل مجلسه، چون هم نقل میگن هم نقل میگن. آقای سازگارا پابلیک فیگر عزیز من، ما متهمش نکردیم، فردا نمیخوام ببریم دادگاه محکومش کنیم، مگر اینکه شما اینو به طنز و شوخی نوشته باشید. آقای سازگارا کسی که بزرگترین گناه‌ها رو در حق ایرانی‌ها انجام داده، شما چی میگید متهمش نکنید؟ ایشون باید توی دادگاه بیاد جواب بده، هم اون هم آقای سروش. ممنونم آقای مرتضوی، بذارید آقای خوش. فقط یه جمله آقای اکبری که لطف کردن برای دیمت فرستادن، شما تا حال هیچ برنامه دیدید که آقای سازگارا نوشته نشسته باشه و مردم زنگ دادن سوال بکنن؟ حتی تو برنامه آقای میبودی هم هرگز ما نمیسته. باز دم آقای دکتر تغیزاده گم میشینه اونجا جواب تلفن‌ها رو میده و مردم حرف میزنه. سازگارا با اون آقای احمد رفعت فقط حرفشون رو میزنن میرن، هرگز حاضر نیستن با بنده و جنابالی یا حتی خیلی از میخوان طرفدارای خودشون. اگر هر موقع تلویزیون دید که اونها جواب تلفن مردم عادی را میدن جواب میدن و یا در مناظره شرکت کردن که مخالف اونا باشن، بنده را خبر کنید که حتما به تماشای اون تلویزیون بشینم. ممنونم آقای سوربی از وقتی که به من دادید و از بیننده هایی که حوصله شنیدن صحبت های منو داشتن. سپاسگزارم. روزای دوشنبه خوبه ساعت 3 با شما باشیم؟ 3 مالی دوشنبه ها 3 خیلی مالی. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من میخواستم آخش داریدم مثل بهبانی برای شما خانواده عزیزان بدن. آقای دو میزی که برنامه اینو خیلی دوش کردی اثر کرده، تویش وقت اینجوری خداحافظی نمی کردی. چرا قول رو من چند سال با هر کی صحبت میکنم میگم به امید روزهای بهتر و اینکه در برنامه‌های آینده خبرهای خوشتری داشته باشیم. شما برنامه من کم نگاه میکنی، بیشتر نگاه کن با من بیشتر آشنا بشی. قبل از اینکه بری آقای خوشنودی نوشته البته شاه‌اللهی های سینه چاک پهلوی هم اگر ازشون بپرسی نام 5 تا نخست وزیر شاه را بگو نمیدونن، اگه بپرسی کدوم نخست وزیر شاه عاقبت به خیر شد یا مثل آدم برکنار شد هیچ چیزی نمیدونن. خیلی ممنون آقای مرتضوی، خیلی ممنون آقای خوشنودی، مرسی. تشکر میکنم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، خوشحالم که بالاخره، چون خیلی از شماها به من ایراد گرفتین که چرا اون نوار آخرین که آقای مرتضوی فرستاده من دو قسمتش رو به اصطلاح پخش نکردم، شما درست میگی این کار اشتباهی بود، چون دلیلش این بود که من فکر کردم اون برنامه رو آقای مرتضوی که معمولا همیشه آماده و کاراش رو انجام میده، هوم ورکش رو، فکر کردم اونو همین جوری فی‌البداهه گفته و چند بار درباره ترامپ گفته بود. منی که اینجا شنونده بودم، چون برنامه اینا رو ایشون رو میشناسم چقدر برنامهش قشنگ و خوبه، به نظر من برنامهش یه کمی به قول شیرازی ها تنک اومد، ولی من نباید قضاوت میکردم، باید همه رو میذاشتم پخش کنم و بعد نظر خودم رو بگم. از این بابت از شماها عذر میخوام. باز آقای فرهاد زمانیان از ایران میگه واقعا برنامه عالی عالی. خب سعی میکنیم که برنامه همیشه عالی عالی باشه. آقای مرتضوی عالی، منم یه عالیشو برای خودم برمیدارم، مرتضوی و سهری میشن عالی عالی. مرسی دوستان، برنامه منم کم کم داره به پایان میرسه. بریم این نامه آقای آریانپور رو براتون بخونم، ولی نقشه
خزر رو بهتون نشون میدم. دوستان شما ببینید تا حالا همچین نقشه‌ای دیده بودید یا همینجا که نوشته آذربایجان و ترکمنستان فکر میکردید دریای خزر قطع میشه، چون همیشه تو نقشه‌های ایران هم خلیج فارس اونجایی که دریای عمان شروع میشه قطع میشه، هم اینجا. این نقشه رو ببینید، ولی من براتون این قسمت نوشته آقای آریانپور رو میخونم. آقای آریانپور نوشته که با عرض سلام، من یک شاهد زنده هستم چون بالغ بر 3 سال فرمانده پایگاه دریایی بندر پهلوی بودم. در آن سالها واحدهای دریایی آموزشی ما که برای دادن آموزش دریایی به درجه داران و دانشجویانی که دوران آموزشی خود را طی می‌کردند، این افراد را به دریا می‌بردند و همیشه به من ابلاغ شده بود که خط فرضی را که از غرب سرزمین ایران در کنار دریای مازندران به شرق سرزمین ایران در کنار همان دریا کشیده می‌شد مراعات کنید و ضمناً ناوگان ماهیگیری شیلات نیز تابع همین محدودیت‌ها در دریای مازندران بود. یعنی از همین سال‌های 1348 و بلکه جلوتر از آن یا قبل از آن امتیاز ایران در دریای مازندران، آقای سازگارا که اشک دم مشکته، این اشک تمساه، امتیاز ایران در دریای مازندران در همان حد 11-13% بود که در حال حاضر به آن اشاره شده است. جهت اطلاع شما، کشتی هایی که از اروپا کالا به مقصد ایران هم می کردن از دریای سیاه مجبور بودند پیلوت یا پیلوت و یا راهنما برای هدایت کشتی های خود از شوروی گرفته و ضمناً پرچم آن کشور را در بالای دکل خود آویزان کنند و فقط هنگامی که وارد آبهای ایران می شدند، یعنی همان خط فرضی، راهنمای روسی از کشتی پیاده می شد و راهنمای ایرانی جای او را می گرفت. این وضع سالهای طولانی ادامه داشت و در سال 1348 کشتی تفریحی دربار شاهنشاهی که از سال 1317 در بندر پهلوی با اجازه رسمی شوروی سابق وارد شده بود و نیاز به تعمیرات زیر آبی در ایتالیا داشت، کشور شوروی از دادن اجازه برای خروج از دریای مازندران از طریق کانال‌هایی که دریایی مازندران را به دریای سپاه مربوط می‌کرد، نوشتن ولگا و دون یا ولگا و دون، را صادر نکرد. بنابراین صحبت درباره 50-50% دریای مازندران مطلقاً در هیچ زمانی رسماً توسط مقامات دو کشور به مرحله عمل در نیامد. البته این یکی از آرزوهای ما ایرانیان بود که شوربختانه در هیچ زمانی قادر به در اختیار گرفتن 50% از دریای مازندران نشدیم. ارادتمند هوشنگ آریانپور. سعی میکنم آقای آریانپور تماس بگیرم، یا تلفنی یا اسکایپ یا حضوری با ایشون هم مصاحبه‌ای در این رابطه داشته باشیم. ولی جای بسیار خوشبختی، شما از امروز نگران دریای مازندران نباشید. آقای سازگارا رو بردارید ببرید توی وسط ایران، براتون اشک تمساح بریزه، اون کویر لوت و بم و کرمان رو بکنید یه دریای، بعد خودتون و زنتون بپرین داخلش، میشه دریای مازندران. یک جوونی بعد وقتا به اینا میگم احمق، بعد دلم میسوزه، چون جوون هستن فقط گوششون به میبودی بوده یا یکی دیگه بوده، یه مزخرفات یاد گرفتن. آمده بود نوشته بود وای چنان شد بدبخت شدیم، برش نوشتم که قربان موقعی که 50% دریای مازندران مال شما بود چند به شما میدادن ماهیانه؟ گفت آقا مسئله پول نیست و به کوری چشم شما 57 این رو پس میگیریم. گفتم کاملا درست میگی، اول اینو پس بگی، بعد برو بحرین رو پس بگی، بعد برو اون رودخانه ای رو که رضا شاه داد پس بگی، بعد برو اونایی رو که قاجار داد پس بگی. آقا این پادشاه های ایران همشون اصلا اروپا میخون، میگو مادرت خان کرم بود، بداد از پس و پیش، میگرفتن و میبردن. خودتونو خیلی مسخره این اون نکنید. من میگم برای اولین بار بود این نقشه ایرانی که دیدم، گفتم اوه این دریای مازندران. من فکر چون اول میشم میگفتم دریاچه،
فکر نمیکردم اینقدر طولانی باشه که بره اون بالا از اروپا کشتی ها بیان بخوان بیان و اینا. ما این آقای پرویز نظامی حرف قشنگی میزنه، چون تو انگلستان درس خونده، میگفت که آدمایی که کم میدونن خیلی خطرناکن. اشکالی نداره ها، کم بدونیم، ولی بدونیم که کم میدونیم دیگه، اظهار عقیده نکنیم. ولی میگه اینایی که کم میدونن ولی از پشکل تا بمب اتم رو میخوان براتون توضیح بدن، اینا خطرناکن، مواظب باشید. مجید خوشنودی میگه اگر سهم ایران 50% از سر شونه و گوش گربه رو هم در نظر بگیریم، پس آذربایجان و ترکمنستان پاشون رو توی آب نمیتونستن بذارن، چون آبهای ایران بوده. نه عزیز من، از سر و گوش گربه نیست، از همون پایینه که آب وصل میشه به اونجا، و همون 11 یا 13% درسته، و اینم از این ماجرا. دوستان عزیز ممنونم، ولی اجازه بدید من از یه دوستی که بهشونم قول دادم اسمشون رو نمیخونم، ایشون خیلی دوست صمیمی با ما بود، بعد سر ماجرای ترامپ از ما قهر کرد. ایشون در کانادا زندگی میکنه، و اینم یه جورایی مثل آقای اجلالی که میگه من امیدوارم ترامپ انتخاب بشه، به اجلالی میگه آقا دیوونه شدی؟ میگم نه، میخوام ذات پلید ایران آمریکایی‌ها رو نشون بده به دنیا. و میبینیم الان گوینده‌ای که چند سال خفقون گرفته بوده، امروز وقتی ترامپ توی کاخ سفید نشسته، اونم میاد میگه که اصلا آمریکا فرمش عوض شده، قیافش عوض شده. بهش بگو پدر سوخته، تو کی رفتی تو مزارع که ببینی تو مزارع کی کار میکنه؟ سیاها بودن، حالا سیاها اومدن اون ماجرای یابو و 40 اکر زمینشون رو میدونید؟ اگه نمیدونید برید بخونید. اونا رو دنبال اون هستن، بدبخت مکزیکی‌ها کار میکنن. این از این. ولی میخوام به این دوستمون چون لطف کرده، اولا از یک خانم دیگه ای که بابا این دوستان واقعا، من همیشه گفتم صد رحمت به این همت والای خانم ها، دوستان به اصطلاح بانوان ایرانی، از شما مردا خیلی با ما دوستتر و صمیمیترن. یکیش برای من نشون که آدرستونو بدین، من تا گفت آدرس گفتم در رابطه با مریضی و اینا، لابد میخوام گلی بفرستن، چیزی بفرستن، شکلات چیزی بفرستن، اگه شکلات باشه که بدتره، اگه گل بفرستید که سعدی همشهری من گفته گل همین 5 روز و 6 باشد، از برنامه های من ببر که همیشه خوش باشد. گفتن این آدرس من، ولی شما برای من چیزی نفرستید، لطف کنید به بیمارستانی که خودتون دوست دارید کمک کنید، هدیه بدید، دونیشن بدید. ترجیحاً اگه میخواین به بیمارستان های بچه ها، و من این کار میکنم، دوستی تو بیمارستان باشه میریم $15, $20, $30 هرچی براش به جای گل خریدن رو ببری اونجا، حالا خانمش بوده و دنبال گلدون و پرستارام ناراحت باشن که ای بابا حالا اینجا شده گلخونه و فلان و اینها، $15, $30, $20 بدیم به بیمارستان، ما بدیم به اینجا چیلدرن هاسپیتال مال فیرفکس. بعد میگه برای کیه؟ میگه برای فلانی، برای اونها یه ایمیل میفرسته، تشکر میکنن. یا اصلا قرار نیست طرف بدونه شما کمک کردین، یه بچه‌ای که پول نداره، این سنت جود اینا نشون میده، میگه ما اصلا اومدیم اینجا سرطان داشتیم، یه پنی هم از اون پول نگرفته. دست ممنونم از همه شما، ممنونم از بانوان. ما هر چی گفتیم حمایت، که حمایت خیلی ضعیف شده و در ایام تابستون میندازیم سر وکیشن و تعطیلات، ولی این نامه رو من بخونم که ایشون فرستاده بود، و گفتم که من فردا در برنامه. از منوچه تشکر کردم، از بوستون بزرگ، و اتفاقا پتیک گفته بود ایشون میگه بوستون بزرگ که ماساچوست خیلی کوچکتر از کالیفرنیا، ولی حالا ایشون گفت که بوستون بزرگ به این دلیل میگن که به اصطلاح از پایتخت های دیگه بزرگتره. و اما بله، نوشته امید به سلامتی، این نوشته برای خودتان هست. با وجودی که شما نوشتید این نوشته برای منه، چون اسم شما رو نمیارم میتونم برای بینندگانم بخونم. سلام آقای سوربی، متاسفانه مدت هاست که نتوانستم برنامه های شما رو مثل سالهای گذشته ببینم. اولا داشتن مهمان به مدت طولانی، و دوم رفتن به ایران و بعد از 19 سال برای چند هفته. خیلی خوشحالم که مهمون داشتید، خوشحالترم که ایران رفتید، و اینکه برنامه من رو ندیدید اصلا ناراحت نباشید، برنامه من انقدر خوب هستن مثل کتلتن، شب مونده که میشه خوشمزه تر میشه اگر شما گرسنه باشید. سوم، هم با تغییراتی که در برنامه ها دادید، یک آدم بیکار میخواهد دنبال راه حل بگردد که بتواند لینک را پیدا کند. ببینید همین ایمیل شما گفتید، من بارها نشون دادم تو صفحه مردم تیوی، شما رو عکس من اون پایین که میبینید کلیک کنید، تمام ویدیوها اونجاست. توی
گوگل بنویسید سوربی، تمام ویدیوها میاد اونجا. توی فیسبوک دیگه نگو و نپرس، ویدیوها روز به روز به اصطلاح میاد اونجا. ولی ممنونم که شما گفتید، سعی میکنم روز چهارشنبه یه توضیحات بیشتری بدم برای اونایی که مشکل پیدا کردن با اون سیستم قدیمی بودن. خب ما اگه بخوایم با سیستم قدیمی وایسیم، اون وقت سیستمای ما کار نمیکنه. اینم این مشکل که متاسفانه من در چند ماه این آدم بیکار نبودم. دیروز شنبه برنامه شما را قسطی دیدم و از رفتن به بیمارستان در روز دوشنبه مطلع شدم. امیدوارم سلامت بروید و سلامت برگردید سه شنبه فردا. دیروز شنبه تصمیم داشتم برایتان ایمیل بفرستم یا نفرستم، چون در این برنامه شما علاوه بر توهین به خاطر عصبانیت از من، مرا از فیسبوک خود آنفرند کردید و آن وقت بود که فکر کردم دیگر نباید بنویسم. دلیلی که آنفرند کردم این بود، دیدم من هر وقت می‌نویسم شما ناراحت میشی، شما می‌نویسی من ناراحت میشم، گفتم آنفرند، ناراحت نکنیم همدیگر رو. من اگر میبینم یه چیزی میگم که شما ناراحت میشی، باید این گفتنم رو فقط برای اونایی بذارم که خوشحال میشن، شما رو ناراحت نکنم. این بوده. ولی از امروز وای به حالت، برمیگردی میای فرند میشی. من رو از فیسبوک خود آنفرند کردی. من هنوزم اعتقاد دارم که انتخاب ترامپ خوب است و خوب بوده، چون در این ماجراها کسی با او همراهی نمیکنه. منظورتون کیه؟ آقای پوتین که همراهی میکنه، تمام مفسدان فلعرض که همراهی میکنن، آخوندا که همراهی میکنن. صحبتهای ظریف ببینید چجوری ظریف هم جا زده میخواد بیاد باش همکاری کنه. منظورتون کیه؟ کسی؟ این یه ویگ خیلی بزرگ قدر مطلق. کیه منظورتون با این همکاری نمیکنه؟ تمام ریپابلیکن ها که الان حزب ترامپ شده دارن باش همکاری میکنن. گفتم اگر بگه فلانی اومد با زنت فلان بود، میگه چه خوب، حتما فامیل بچه‌ش هم میشه ترامپ، میره میذاره ترامپ. منظورتون کیه؟ یکم واضح‌تر توضیح بدید. بله، کجای این بده است که بنا به گفته تحلیلگران با کارهایش اعتبار آمریکا را پایین آورده و سرمایه‌گذاران در آمریکا را به نصف رسانده؟ قربونت برم، شما تو کانادا هستی، من تو آمریکا زندگی میکنم. شما میگه امیدوارم که آمریکا بره پایین که ما نشون بدیم ترامپ بده. چرا آمریکا بره پایین تا نشون بدیم ترامپ بده؟ آمریکا رو خوب نگه داریم، به مردم دنیا هم آزادی و انتخابات و دموکراسی رو نشون بدیم، آمریکا خوب باشه، ما خوب باشیم. چرا باید یه احمقی بیاد آمریکا رو ببره پایین؟ خب تو این کشتی من سوارم عزیز برادر، عزیز خواهر. کجای این بده است؟ این بده که ما تو این کشتی هستیم خانم. آرزوی من این است که وضعیت آمریکا با ترامپ و کارهایی که ترامپ میکند بدتر از این هم بشود تا مردم کشورهای دیگر نفسی بکشند. او یک فرشته است برای مردم کشورهای دیگر، چون کسی او را جدی نمیگیرد و خلاصه این که از ابهت آمریکا کاسته و این را اصلا بد نمیدانم. امیدوارم این نوشته فشارخون شما را بالا نبرد، اگرچه فشارخون شما به خاطر عصبانیت از ترامپ است. آرزو میکنم به خاطر همسر و نوهای دوست داشتنیتان همیشه سلامت باشید. مرسی. اسمون خانم. من از شما ممنونم، متشکرم، خوشحالم که این دیوار قهر رو شکستید و با من آشتی هستید. و اینجام نوشته که الان در خبر معلوم شد اون پلاکارد طلاب با استه درست بوده و مکارم شیرازی هم انتقاد و محکوم کرده. یکی از دوستان نوشته بود که این ماجرای رفسنجانی، اینجا آقای حقیقی، علیرضا حقیقی نوشته به فیلم ها و عکس های مراسم سوم و هفتم فرزندان رفسنجانی نگاه کنید، چرا فائزه و فاطمه هاشمی با انگشت هایشان علامت پیروزی نشان میدادند، چرا خوشحال بودند و میخندیدند. فیلم خوک بچه رفسنجانی در آمبرانس را دیدید؟ نه ندیدم. همانطور که در عرض 6 ماه آب و خاک و نان و ارز و پول مردم به هوا رفت، اعتصابات سراسری شد، یک هو پلاکارد زن ترور هاشمی سر از حوزه علمیه قم سر در می آورد. ما منتظر تحلیل جناب دادرس هستیم. آقای دادرس هم مشکل پیدا کرد با اون بیبانی معتاد، خودش الان ویدیوهایی رو میذاره روی یوتیوب، اونجا ببینید. و اگرم دوست داشته باشه میتونه بیاد مهمون برنامه ما بشه و با ما هم صحبت کنه. مهمون شدن در تلویزیون مردم خیلی آسونه و بارها گفتم، مثل این دوستمون که میگه چون مهمان طولانی داشتم، مهمون مثل یک نفس پر از اکسیژن. ولی امتحان کنید الان این نفس پر از اکسیژن رو بدید داخل، نگهش دارید، همین مهمون، همین اکسیژن تبدیل میشه به کربن و خفتون میکنه. و میگن مهمون مثل ماهیه،
اگه گرفتی گذاشتیش یه جا بو میده، باید یا تمیزش کنی بخوریش یا برش کنی بره تو آب. و ممنونم که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم، ویدیوی آقای لادن و دوستانشون رو هم به شما نشون میدیم، هم از طریق مردم تیوی.com هم روی فیسبوک زیر این برنامه. این زیر و بالا هم مسئله نیست، چون وقتی شما میذاری چهار تا که میان این میره پایین، یا اصلا به طور مستقل میذارم. شما هم میتونید اینجا برنامه داشته باشید، شما هم میتونید خودتون برنامه داشته باشید، ولی نیان به من بگید آقا من میخوام برنامه بذارم، بیننده شما میشه 1,000,000، به همین دلیل من پول نمیدم. من پیشنهاد میکنم شما پولم بدی برنامه بذاری، 9 دلارش به ما بده، 99 دلارش تو بگیر. یا بقیه برنامه آقای مرتضوی رو یکی از دوستان حمایت کرد و شما هم اگر مایل هستید حمایت کنید، یا با خودشون تماس بگیرید یا با من. خوشحالم که ایشون باز برگشت. آقای هوشنگ امیرحمدی هم اینجا هستن، هم سلام میکنم به ایشون، هم امیدوارم، چون گفته بودن تا 3-4 ماه دیگه ایران با آمریکا صحبت میکنه، الان داریم نزدیک میشیم و ایشون هر بار که اینا رو گفته درست بوده، سعی کنیم با ایشون هم یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. از اینکه با ما بودید ممنون. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. ضمناً اگر احتیاج به یک پورتال خبری، این پورتال مثل رارو و مثل صد، مثل بریج و اینا هم میشه، احتیاج دارید، مردمریپورت.com برای فروش، نمیخوام به قیمت خون بابامون بگیریم ازتون، همون پولی رو که این سالیان دراز پرداخت کردیم ماهیانه ازتون میگیریم. تلویزیون مردم رو هم اگه میخواین بخرین، زنگ بزنید به قول اینا، آفر بدید یا پیشنهاد بدید و ما با شما کار میکنیم. شما اگر فقط میخواید تلویزیون مال خودتون باشه تا توش کار کنید، اون دیگه مشکل شماست و به جایی هم نمیرسید. خیلی ممنون. خب من هنوز نمیدونم آقای اکبری واقعا شوخی کرده راجع به سازگارا یا این جدیه. اگه جدیه آقا یه مقداری راجع به پابلیک فیگر و اینها مطالعه کن، این حرف شما اصلا درست نیست. ما میتونیم آقای سازگارا رو دربارش غیبت کنیم، حتی متهمش کنیم، بعد اون میتونه بیاد جواب بده و این اینجا نشسته. اگه ما چیزی گفتیم غیر قانونی، میتونه بره سومون کنه، پولدار هم بشه. ماشاءالله خیلی هم پولداره دیگه، این روزا از روزی که دمش خورده به دم نوری زده، با دمشون دارن گردو میشکنن. خانم جیلانی یه مدت غایب بودن، غایبتون رو نوشتیم، ولی خوشحالم که امروز با ما بودن. آها ایشون نوشته کاکو شوخی کردم. خب ببین ما از کجا بفهمیم شما شوخی کردی؟ این ماجرایی که دوستانم بعضی وقتا جدی جدی یه چیزی میگن، وقت خوب که شما ناراحت شدی میگه آقا شوخی کردم، خیلی ناراحت نشم. مرسی، خدا نگهدار، به امید دیدار.